بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم آخر هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و امروز که با هم هستیم اوقات بهتری در انتظارمون باشه. امروز دوشنبه است یا دهمه، اولا دهمه آپریل 2017 میلادی و برابر است با 21 فروردین ماه 1396. فکر کنم تاریخ ها هم درست هست، دوشنبه 21 فروردین 1396 و آپریل 10 2017. ممنونم از علی عزیز که سالهای سال هست این زحمت رو میکشه و ما هم ازش ممنون و متشکریم به نوبه خود. خب ببینیم که اوضاع و احوال جهان چگونه است. من که به یکی دیگه از دوستان گفتم آقا دیگه، یا خانم، من اصلا دیگه خسته شدم از این سیاستمدارای دروغگو و از ما که اصلا خبر از جایی نداریم، فکر میکنیم به همین سادگی میایم نظر میدیم بعدن میبینیم اینجوری نیست. همین دوستمون میگه که بابا درسته که این ترامپ بده، ولی این دنبال جنگ نیست. بفرمایید تا یکم چی میگن، قافیه که به تنگ شاعر که به تنگ آید، یا قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. تا یکم اوضاع و احوال بهش سخت شد، حمله به سوریه کرد که فعلا دست از سر کچل خودش برداره، چون واقعا هم کچله، از اینجا مو میکشه برای اینجا، از اینجا میکشه برای اونجا و الی آخر. اجازه بدید من این صفحه مردم تیوی رو شیر کنم با صفحه شخصی خودم رو شیر کنم با صفحه مردم تیوی و ببینیم چی میشه. سوربی با مردم این هفته از خانم دکتر بهیه جیلانی دعوت کردم جمعه مهمان ما باشن تا بیان یه مقداری در باره اولا امسال سال 1396 انتخابات ایران در راه است، این افتضاحات آمریکا انجام شد، ببینیم چی میشه و اوضاع و احوال دنیا تحت تاثیر اینها قرار میگیره یا نه. و از این بابت خوشحالم چهارشنبه ممکنه با آقای رضا پیرامون باشیم و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشت باشید. خیلی ساده تماس بگیرید، همیشه گفتم و میگم یک تماس از شما بقیه کارها از ما. جالبه دوستی که از خلیج فارس برای ما هفته تا هفته لطف میکنه، زحمت میکشه، آدیو میفرسته و ما اینجا یه عکسی میذاریم روش یا یه ویدیویی میذاریم روش و پخش میکنیم، اون روز نوشت ببخشید که من زود اینا رو ارسال کردم. گفتم ای کاش همه ایرانیان هم مثل شما بودن و زود ارسال میکردن تا ما وقت داشته باشیم برسیم به اصطلاح ادیت کردنش و این اوضاع و احوال. حالا از اون ورم وقتی آدم خیلی وقت داره میگه حالا بعدن، امروز که ما آمدیم آدیوی اینو، دو تا آدیو فرستاده بود، دو تا پیام درست کنیم، هر کارش میکنیم انجام نمیشد. حتی اگه متوجه شده بود 3-4 دقیقه برنامه خود ما هم قفل کرده بود و آخر مجبور شدیم اونو برداریم تا درست بشه. در صورت سعی میکنم امروز حدود 22-23 دقیقه صحبتای ایشون رو براتون پخش کنم. صحبتای جانانه ای هست، شما هم اگه دوست داشتید در موردش نظر بدید و اگر نشد به هر دلیلی چهارشنبه. ولی امروز ویدیوی آقای سهراب چمنارا که با رادیو ایران مصاحبه کردن رو پخش میکنم. اینم باز یک دیگه از اشتباهام بود، ایشون وقتی ویدیو رو فرستاد من فکر کردم ویدیوی هست که خودشون تهیه کردن، بعد دیدم ای بابا این ویدیو مال رادیو ایرانه، روش تصویر گذاشتن، حالت ویدیویی درستی نداره و خیلی هم داخلش تبلیغ بود، فکر کنم 3 تا 7-8 دقیقه داخلش تبلیغ بود. در صورت مجبور شدیم اونا رو هم بشینیم ادیت کنیم و منم به شدت از ادیتینگ بدم میاد. این ادیتینگ یعنی وصل پینه کردن، یعنی تعمیر کردن. اینم از این ماجرا. بریم ببینیم که آقای پتیک چه پیامی برای ما گذاشته در رابطه با میجرمنت یا اندازگیری یا قیاس یا مقایسه کردن. این که نیست، باید روی گوگل وایس باشه. ببینیم توی قسمت تودی، بله ساعت 7 صبح بوده، کی بوده؟ این خواب و زندگی هم نداره، همش کار میکنه.
گفت تو یک ماجرایی حدود 200,000 دلار ضرر کرده. گفتم خب حتما 400,000 دلار تجربه کسب کرده. بشنویم با هم صدای پتیک، دوست ارمنی خودمون رو، از کجا؟ از کالیفرنیای زیبا. کاکو جون سلام، پتیک هستم. مطلبی که میخواهم عرض کنم در مورد سنجش اندازه گیری است. دیروز در کانال سمیتسونیان که معرف حضورتون میباشد و در مورد علم و صنعت فیلم تهیه میشود، ساخت هواپیمای C-130 را نشان میده که پس از بازرسی در کارخانه مشخص شد تعدادی از پیچ‌های بسته شده به بدن هواپیما به اندازه 0.05 اینچ که معادل تقریبی 0.08 میلیمتر با متر اشتباه نشود کوتاه است که دستور تعویض داده شد. حال باید از فقها پرسید چگونه برای طهارت بین عوام رایج است که یک بند حلال، دو بند مکروه و سه بند حرام. با تشکر. خب اینم سوال خوبیه. اگر کسی در توضیح المسائل سررشته داره، ماجرای یک بند و دو بند و اینها رو بیاد توضیح بده. بله، این سمیتسونیان یه مؤسسه خیلی بزرگی هست که اگه بشه یه فیلم داکیومنتری یا مستندم درباره این بهتون نشون بدم. اتفاقا امروز یه دوستی برای ما فیلم فرستاده بود که آقا اگه میشه این فیلم چری بلاسوم یا جشن شکوفه های گیلاس در واشنگتن رو برای مردم نشون بده. گفتم این چیزی که شما فرستادی مال یوتیوبه و ما اگه نشون بدیم تو برنامه، و برنامه خودمون رو یوتیوب نمیذاره انجام بدیم. حالا الا ایها الحال میگفتن، چی میگفتن؟ ما سعی میکنیم که اینو به صورت یه پنجرهی، مثلا ببینید اینجا نگاه کنید، الان پیام پتیک رو من میتونستم به اینجا به یه پنجرهی یا اینجا بیارمش، اینجا ببینید، یه که من دستم بیارم پایین به اینجوری نشون بدیم ببینیم اون میشه یا نه، که متاسفانه همون ضبط کردن و پیام و سیستم و اینها اون قسمت رو هم ریخته به هم. و حقیقتش بگم این دوشنبه یه جورایی همه چیز ما غیر مرتب شد. خب یک ویدیوی رو یکی از دوستان، ما نمیدونیم به چه زبونی به این مردم بگیم که هر چیزی که روی این تلویزیون مردم هست مسلماً ساخته من یا نظر من نیست، اینجا آزاده. شما یه دقیقه، بارها گفتم مثل یک سالن هتل، بنده ممکنه ختم پدرم باشه، میام ختم پدرم رو انجام میدم اونجا، بردم میگم تشکر میکنم میرم، نفر بعدی دو ساعت بعد که میان تمیز میکنن میام، ممکنه عروسی دخترش تو همونجا باشه. شما نمیتونی بگی آقا این سربی که اومد اینجا نمیدونم در راب، من اصلا کاری به اون عروسیه ندارم. آقا جون خانم، وقتی که یه پیامی میذارن، وقتی که یه ویدیوی میذارن، شما اون ویدیو رو نگاه کن، دوست داشتی نظر بده، دوست نداشتی برو دنبال کاره. این ویدیو به این صورته، یه نفر $10 داده اینو گذاشته که ما پخش کنیم، بذار بهتون نشون بده. حتی تایتل هم اون چیزی که خودشون میگن، من میپرسم میگم چی میخواین، اونو مینویسن مثل روزنامه. شما آگهی یه خط میدی، یکی آگهی حراج میده، یکی آگهی فروش منزل میده، ما چه ملت عقب افتاده ای هستیم؟ یا میگیم هنر راز دو ایرانی هون است و بس. کدوم هنر؟ ما هنوز فیسبوک رو بلد نیستیم استفاده کنیم. چند ساله؟ 10 سال الان بلد نیستیم استفاده کنیم. خانم اسمش نوشته مینا واحدی، عکس یه شیر و بره و کره و کبوتر گذاشته، به همه هم فوش میده. خب بابا ریپورت کنید، بگید این فیکه، این قلابیه، تا بندزنش بیرون. آمده میگه ما نظر بدیم وقتی که شما نوشتی شاه دیپلم نداره. میگم خانم چی کار دیپلم نداره، با این ویدیو داره. این ویدیو نشسته با باربارا والتر مصاحبه کرده، اشک فرر هم در آورده، که حالا بعدش ما بیشتر فهمیدیم که به غیر از اشک فرر رو در آورده، اصلا اون مصاحبه به هم ریخته، چون باورشون نمیشده این آمریکایی‌ها. بذارید براتون بیارم که شاه ایران یه همچین آدم بی سواد، دوگم، بعد کسی که میاد همسرش رو میکنه نایب السلطنه، حتی نفهمه یعنی نایب السلطنه، و وای میسه تعریف میکنه که نمیدونم آشپزای خوب
چیزن، مردن، خیاط های خوب مردن و فلان اینها. بعد خانم باربار والتر میگه یعنی چی؟ یعنی شما قبول نداری زن و مردان مساویان؟ بعد هم من و من میکنه، آخرش هم فرح گریه میکنه که اگر هر زن درست و حسابی دیگه ای بود باید فرداش میگه برو آقا این تاج تو بنداز تو سطل آشغال. زنیت خودش رو، بانو بودن خودش رو برمیداشت و این کاخ رو ترک میکرد، ولی نشست اونجا چون منافعش اونجا بود، پول اونجا بود. خانم نیر لطف کرده نظر نوشته، نوشته من از این مرد بی شرم بدم میاد، منظورش آقای احمدعلی مسعود انصاری. میگم خانم شما حق داری از ایشون خوشت بیاد یا بدت بیاد، مثلا بگی که عینک زده من بدم میاد، سرش موهاش ریخته تاسه من بدم میاد، ولی بیا نظرت راجع به این برنامه‌ای که درست کرده خودش میگه دختر خالش نمیدونم خانم فرح پهلوی تو کاخ وقتی هم که شوهر داشته دوست پسر داشته و نمیدونم فاسق داشته، راجع به این صحبت کن. ما چی کار این آقا داریم؟ نمیدونم والا ما چه ملتی هستیم. این هم برای خانمهایی. چرا نوشته این آقا خانمهایی؟ برای که خانمها بیشتر طرفدار شاهن. نگه اون آقا دختر جوانی بودن، نمید آقای شاهی بوده و اینا همیشه فکر میکردن خب حالا امیدشون این بوده که مثلا بشه شوهرشون، یا امیدشون این بوده که مثلا مادرشون با یه ازدواج میکرد اینا میشدن بچه شاه. برای خانم مینا واحدی نوشتم میگم شما برو به من بگوین تو کدوم سال از کدوم خراب شده دیپلم گرفت. نگرفت، کردنش بیرون خانم، اذیت کرد، دو سه تا اذیت کرد، دعوا کرد، بعدم یه خانم پرستاری رو اونجا حامله کرد، زدن تو کونش کردنش بیرون. وقتی اومد ایران رضا قلدر هم ازش ناراحت بود، انداختش به جای مدرسه نظام فرستادش دانشگاه نظام، که بعد میفرستادش مدرسه نظام، یه گروبانی میمد بهش دستور میداد این آدم میشد، اینقدر دروغ نگه. برید نگاه کن چه میدونم والا چی کار کنیم از دست این ملت بی انصاف. خب ممنون از پتیک عزیز. یک بانوی چون برنامه های مجاهدین یا اکس مجاهدین، مجاهدانی قبلی، البته اینا میگن ما مجاهدیم، میگن ما با این اخلاق با این طرز فکر رفتیم، سازمان عوض شده و اینها هنوز دنبال اون عقاید مجاهد اولیه، مجاهدای نستو. مجاهد نستو یعنی کسی که به سطوح نمیاد، یعنی مقاوم. در هر صورت بشنویم این پیام این خانم رو. اگر شماها دوستان از فرزند ایشون خبر دارید، بنده خدا میگه من نمیدونم فرزندم زنده است مرده است. آقای مرداد عزیز، حالا مرداد میگه آقا من برای چه میدونم، ایمیل شما که نبوده، آقای علی آقا، آقای فیلابی، دیگر مجاهدین، اگر اصلا افرادی، آخه مجاهدان اسمشون عوض میکنه، طرف احمد میره اونجا اسمش میذاره سیاوش، کوروش میره اونجا اسمش میذاره حسن، من نمیدونم. ببین بشنوید چی، به خدا زبونم بند اومده. بفهم. سلام علیکم آقای سرگی، من معماری هستم، از سان فرانسیسکو زنگ میزنم. من یه پسر دارم 14 سال ازش خبر ندارم، جزو مجاهدین بود، نمیدونم الان کجاست چی کار میکنه. تصادفی امروز برنامه شما رو یه جا بودیم دیدم، زنگ زدم بهتون ببینم آیا میتونن به من خبر بدن که اصلا پسر من زنده است هستش، کجا هستش. خیلی ممنون میشم. اسم پسرم هست مسعود معماری و تلفن منم هست خیلی ممنون. حالا اگه کسی خواست اطلاعی داشت با من یا با کانون آوا تماس بگیره. شماره تلفن این خانم اینجا هست، اسم خودشونو گفتن، اسم پسرشونو گفتن، مسعود معماری. اتفاقا من با حمید معماریان که دانشجو الکترونیک شیراز بود، هم دوره سربازی بودم، چه پسر آقایی و چه شیرازم بود، خیلی هم بعدم یک مغازه‌ای زده بودن توی خیابون داریوش و تعمیر وسایل الکترونیکی رو انجام میدادن، بعد از اونم دیگه ازش خبر ندارم. مرسی خانم، امیدوارم دفعه دیگه تصادفی نگاه نکنید و بیشتر بیاین و برنامه ها رو ببینید. خب و اما میدونید که داماد آقای ترامپ رفت عراق و جوک های زیادی راجبش ساخته شد،
سوالای زیادی شد، گفتن آخه این سر پیازه، ته پیازه چه کار است که میره، بعضیا گفتن این خود پیازه و آقای دونالد ترامپ میخواد اینو یه جوری سر به نیست کنه، میفرستدش اینجا بلکه یه اتفاقی پیش بیاد و از بین بره. این آقا یه جوان 33 ساله یا 32 ساله کلیمی است که حتی وقتی خواسته ازدواج کنه با دختر ترامپ به اون گفته باید کلیمی بشی تا با هم ازدواج کنی، اونم چون دیده این بچه پولداره و نمیدونم خیلی خرش میره و ساختمون و بیلدینگ و اینها داره، ایشونم خانم ایوانکا ترامپ هم دینشو عوض کرده کلیمی شده، یعنی یه جود کم بود دو شد، حالا دیگه خونه پر از هرچی میخوان شد. بله اینو آقای ترامپ فرستاده عراق و نشون میده رفتنش و آمدنش و اونجا و چقدر مسخرش کردن، گفتن این بهش آب پرتقال دادن و یک دفتری هست که بچه ها نقاشی میکنن گذاشتن جلوش که بشینه تو اون کنفرانس ارتش و اینها بشینه نقاشی کنه، بعدم یه جلیقه ضد گلوله کردن برش، طرف میگه این دیگه چیه، وقتی رفته اونجا جنرال ارتش بدون جلیقه چیز وایستاده، این آقا رفته یه جلیقه پوشیده. البته دیدید مثلا خبرنگارا هم که میرن یک کلاهی میکنن سرشون و یه جلیقه هم میکنن تنشون و اینها، و خلاصه روزگار غریبی است. اگر کسی مایل هست درباره خانواده ترامپ، ترامپ ادمنستریشن یا این حکومتی صحبت کنه، به قول آمریکایی‌ها you are more than welcome، یعنی خیلی خوش آمدید که اینجا بیاین صحبت کنید. این جلیقه رو میگه که با چسب داکت تیپ هم اسمش رو روش نوشتن، کوشنر، جرد کوشنر و ببخشید آره اینجا نگاه کنید سر میز نشسته، هد تیبل بالای میز بغل دست این جنرال، یعنی اینا معمولا به ترتیب مقام میرن پایین، این سه تا هد تیبل هن، اون باید مقامشون بالا باشه، اینا دیگه همینجوری میره تا پایین. البته همه ماشاءالله 4 تا 3 تا 2 تا ستاره رو دارن، جنرال و کلونل و اینا هستن، یعنی تیمسار و سرهنگ و این ماجراها. و این هم از این، بریم سراغ دیگر خبرها و ببینیم چی میگذره. زلزله مشهد میگن که مردم هنوز از ترس توی خیابونها میمونن و وای میسن، اگر کسی خبر بیشتری داره به ما بگه. و اما میگه پلهای تنابی، من اول خوندمش پلهای تنهایی، گفتم ای با کی تا حالا دیگه تنهایی هم میشه پل زد، چون داریم شعر دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، سعادت آن کسی دارد که پلهای تنهایی بسازد. مثلا این پلهای تنابیه، ولی چون تناب رو با تا می نویسن و این دوستمون با ت نوشته، من یه دفعه برای یه لحظه فکر کردم پلهای تنهایی، ساختن پل به جای خود گذشتن از این پلها که کار ما نیست. این آقای مسعود سوهیلی لطف کردن فرستادن و من این پلا رو وقتی نگاه میکنم بعض وقتا اصلا نمیتونم فکر کنم که اینا بین دو نقطه رو چجوری با هم وصل میکنن. و میدونید پلهای عجیب و غریبی هست، این خود سان فرانسیسکو یکی از پلهای معروف اینجا هست که میگن هر روز دارن رنگش میکنن، این نقاشه از اینجا که رنگ میکنه میرسه اون آخر، بعد دوباره برمیگردن از اینجا رنگ میکنن میرن اون آخر، دوباره برمیگردن رنگ میکنن میرن. اینو من شنیدم. و اما دوستان، معمولا دوستان بیکار مثل من و بازنشسته و اینها، نامه می نویسن، ایمیل می فرستن برای هم و اکثرا چون سیستم بی بی سی رو بلد نیستن، بلایند بی سی سی یا بی سی سی بلایند کپی کار رو بذارید ببینم، بله میان همه رو اسمشون رو می نویسن و این باعث شده خیلی از دوستان مشکل پیدا کنن. و ما هم هر وقت یه چیزی هست می نویسیم، چون اونا برای همه فرستادن ما هم پاسخ به همه میدیم، بعد معمولا دوستان تک تک جواب میده. یک چیزی بود که نوشته بود نمیدونم در ایران 7,400,000 نفر مبتلا به افسردگی هستن. آقای تیمسار آریانپور برای این دوستمون نوشته که با عرض سلام
شوربختانه آمار در ایران چون بر پایه علمی درستی انجام نمیگیرد، من اطمینان دارم که نمیتوان به این آمار آقای حاجبی اعتماد نمود، ولی در مقایسه با ایرانیانی که در آمریکا در جوار خود ما به سر میبرند، تعداد بیماران افسردگی باید خیلی بیشتر از این ارقام باشد. تعداد ایرانیان افسرده و بیمار روحی در میان بزرگسالان ایرانی در آمریکا یا در خارج که من با آنها برخورد میکنم از جمله خودم بیش از آن است که بتوان تصور نمود. فقط نگاهی به کسانی بکنید که پس از 75 روز خرابکاری آقای ترامپ از او پشتیبانی کرده و او را نجات دهنده بشریت خطاب کردند. 3 فیلم از ترامپ گذاشتم که این سدد نایت لایف برنامه که شنبه شبها میاد و در رابطه با چیزهای مختلف میگه، که حتی خود ترامپ گفت اگه من انتخاب نشده بودم اینا دیگه بازارشون از رونق افتاده و باید میرفتن، ولی باز حماقت این و کارهایی که میکنه، حرفایی که میزنه، یک مغازه‌ای شده برای اینها که ادامه بدن. بیاین نگاه کنید و در رابطه با همین بهش میگن ترامپ پیپل. ترامپ پیپل اونایی هستند که دیگه واقعا این چی میگن افسار یا اون قلاده بندگی رو به گردن خودشون انداختن و هر کاری این ترامپ میکنه هنوز اینا میگن بله اب نداره درسته. یه دوستی میگفت حالا این 100 روز هم هنوز نشده بهش وقت بدین. میگم بابا دوست گرامی، خانم عزیز، آقای عزیز، خود این گفته من روز اول این کارو میکنم، خود این گفته من ماه اول این کارو میکنم. خب اگر نمیدونست باید بگه چون من نمیدونم، نمیدونم چند روزی درست میشه. چرا حرف خودش رو هم شما قبول ندارین؟ والا ما که مخالفشیم حرفش رو قبول داریم. این گفته یه روزه، من تا اومدم کاغذ اوباما رو پاره میکنم میرزم دو، بعد آمده 64 روز گذاشته میگه من فکر نمیکردم، میگه هیچ کس فکر نمیکرد اینقدر سخته. همه مسخرش میکنن میگن چرا، همه میدونستن اینقدر سخته، تو تنها کسی هستی که به خاطر حماقتت نمیدونستی این اینقدر مشکل. این یک ماجرای آیسیس. گفت من جنرالای خوبی دارم جمعشون میکنم. چرا؟ اولین جنرالش معلوم شد خود جنرال جاسوسه آمریکایی. الان هم ممکنه میبینید داره التماس میکنه که بهش مسئولیت بدن، اماننامه، ممنونم اون دوستمون نوشته بود، بهش اماننامه بدن تا بیاد دیگران و همکاراش و اینها رو لو بده. این یکی از جنرالای بوده که این آقای ترامپ میخواسته باهاش آیسیس از بین ببره. آیسیس هم ببینید داره چیکار میکنه تو دنیا. بعد تازه این دوستان باز میگن حالا این تازه 100 روز هم نشده. خب روحانی هم گفت من 100 روز اول همه مشکلات از بین میبرم، الان مردم یقش گرفتن میگن آقا 100 روز گذشت، شد 4 سال هیچ غلطی نکردی. خب همینجوری که اونجا میگیم اینجا بگیم، یک بام و دو هوا نباشیم، دبل استاندارد نباشیم. اگه میگیم مدرک این روحانی دکتراش قلابیه، باز حداقل یه دکترای گرفته، ما میگیم آقا دیپلم شاه، همشهری عزیزمون نایر خانم رفته که دیپلم شاه رو بیاره. کم بابا چرا گول خودتون میزنید؟ اگر پیداش نکردید بگید متاسفانه نیست، شما دیپلم نگرفت. یه چند تا از این دکترای اینجا دکترا، شما میخوام من برات مدرک دکترا بفرستم، 20 دلار بفرست برای تلویزیون مردم، من برات مدرک دکترا بفرستم، بگو تو چه رشته ای هم میخوام. الان یه رشته درست کردن، رشته بغل کردن، که 11 نو هاگ هست، بهت هم سرتیفیکیت میدن. سرتیفیکیت یعنی همون گواهی نامه میدن که بری نمیدونم مطب بزنی باز کنی، یا وایسی تو خیابون بنسی فری ها طرف بغل کنی، یا وایسی ازشون پول بگیری، هر یه بغلی که میکنی 1 دلار 2 دلار پول بگیری. از این دکترها تا دلتون بخواد اینجا ریخته و میبینی آقای دکتر اهورا و حقورا، دکتر سعید سکویی، این آقای صمدیان، ابوالقاسم صمدیان گفت آقای سربی اجازه بده من از دانشگاه گلوبال به تو یه دکترا بدم. گفتم نه آقا قربونت برم، نخواستم، من این دکترا رو بنداز جلو همینا. در صورت آقای آریانپور میگه افسردگی اگه میخوای ببینی بیا اینجا، متجاوز از 45 سال قبل خانم فروغ فرخزاد را در لندن ملاقات کردم. این رو آقای سهیلی نوشته. مسعود سهیلی بیشترین سالهای زندگیشو تو کشورهای خارجی بوده و
پدرش هنرمند، نقاش، خودش شاعر، نویسنده و گهگاهی هم می نویسه. ما بهش میگیم مسعود میرزا. ایشون نوشته با برادرش فریدون ابدا آشنایی نداشتم، خیلی ساده و بیالایش در قهوه خانه نشسته و سلامی با مهربانی مبادله کردیم و تا به امروز از این شعر او بیخبر بودم. این خانم قبل از انقلاب اسلامی بدبختی ایرانیان قبل از انقلاب اسلامی بدبختی ایران را در میان گذاشته است. با هم بشنویم دوستان، یا ببینیم اصلا، بذارید ببینم، میتونم بعد بهتون نشون بدم. یک لحظه، اینجا 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 اینجا، شعری زیبا از خانم فروغ فرخزاد با صدای گرم خودش. خیلی میگیم صدای گرم، آقای دکتر افشارا میاد میگه آقا مگه صدای سردم داری؟ گفتیم ستار خواننده سنگینیه، گفتن آقا خواننده سبکم داریم. خب بشنوید. پدرم کله صبح هست، برو داد نزن، من که بیدار شدم این همه فریاد نزن، توی ذهن تو نماز است فقط میدانم، پدرم چشم فقط داد نزن میخوانم، من از امروز مسلمان مسلمان باشد، کار هر روز و شبم خواندن قرآن باشد، هر چه گفتی تو قبول است، فقط راضی باش، پدرم جان علی از پسرت راضی باش. کاش بنشینی و یک لحظه فقط گوش کنی، کاش یک لحظه به حرف پسرت گوش کنی، حجر از حافظه ها پاک شده میفهمی؟ پسرت صاحب ادراک شده میفهمی؟ به خدا حق همه آنچه تو میگویی نیست، پدرم حضرت حق آنچه تو میجویی نیست، پدرم ما همه در ظاهر دین بند شدیم، همگی منحرف از دین خدا بند شدیم. دوستان اجازه بدید به همین اندازه اکتفا کنم، این شعر رو براتون میذارم روی فیسبوک صفحه مردم تیوی، برید اونجا ببینید. فقط یه نکته ای داره که خیلی ها متوجه نیستن، مخصوصا افرادی مثل اون خانم مینا واحدی، جوانای دیگه‌ای که یه مش دروغ از این تلویزیون ایران آریایی، ایران نمیدونم نژاد پرستانه از اینا شنیدن. آقا خانم شاه اصلا اسم شاه اسلام پناه بود. این ماجرای مسجدا، صدای بلندگو، آزار مردم در زمان شاه بیشتر رونق گرفت، چون قبلش که بلندگو نبوده. وقتی که بلندگو آمد اینا نتونستن شهربانی، ژاندارمری بگه آقا میخوای نماز بخونی؟ مردم آزاری نکن. طرف مریض، ساعت تا ساعت 4 بیدار بوده، حالا چشمش رفته به تو ساعت 5:30 الله اکبر میکنی. خب بزنه تو کمرت، برای چی داری الله اکبر میکنی؟ چون خودت بیدار شدی میخوای دیگران رو هم بیدار کنی. این دوره شاه بوده دوستان، هی فکر نکنید شاه چون 2 سال 1.5 سال رفته بود سوئیس این مرد دموکرات بود. خب اون رفتارش، اون مصاحبهش با خانم باربارا والتر، اون صحبتاش با دیگران که نه وزیرش رو آدم میدونسته نه ملت رو آدم میدونسته، آخه تا کی؟ موی ما سفید شد و شما عاقل نشدی. این خانم فروغ فرخزاد ببینید این شعر رو کی گفته، 45 سال پیش. این دوستمون دیده بود دتش، بعد تازه میگه این شعر مال قبل از انقلاب بوده، حالا تازه پیداش کرده. این بابا وضعمون خیلی خرابه، کارمون خیلی خرابه، به این سادگی نیست. ممنون و متشکر از دوستانی که با ارسال اینها برنامه ما رو به اصطلاح قوام و دوام میبخشن. و اما یه دوستی یه ویدیویی فرستاده که نشون میده شکم یک ماری رو پاره میکنن، یه گاو از داخلش میاد بیرون. حتما از این ویدیوها شما دیدی. چیزی که از این ویدیوها رو نمیدونم چجوری گرفتن، معلوم نیست، ماره مثل یه درختی آویزونه. خب میدونید خصابا و اینا وقتی میخوان پوست بکنن یا شکم پاره کنن آویزون میکنن، حتی بره بیچاره رو آویزون میکردن، بعدن هم سرش میبردن هم پوستش میکندن. اینا ها بمانه در صورت، بله، از این که مار میبلعه از خرگوش، آهو،
حتی تو بعضی دهات میگفتن بچه ها رو، و توی فیلمی من دیدم یه مردی رو از توی شکم مار میارن، ولی این فیلمه خیلی قابل نشون دادن نیست. ضمناً بعضی هم دل دیدنش رو ندارن، ولی حالا چیزی که دل دیدنش رو میتونیم داشته باشیم اینه. شما حتما میدونید، دیدید، شاهد بودید، چه در ایران چه در جاهای دیگه، در تلویزیون ببینید که بعضی از مردها دست به زن دارن، زناشونو میزنن، و این زنای بیچاره به خاطر بچه هاشون، به خاطر خانواده شون وای میسن، میسوزن و میسازن. ولی بعضی هاشون به خانواده شون میگن. حالا وقتی به خانواده شون گفتن چه اتفاقی میفته؟ بذارید من ببینم. این دوست ما چون اول عکس رو میفرسه بعد ویدیو رو میفرسه، اینجا که ما میایم دوم میشه عکسه اول ویدیو، ولی یه عکسی رو گذاشته که یه خانمی زیر چشمش و اینها سیاه شده و این توی پاکستان بوده. میگه خانواده زن از شوهر انتقام گرفتن. بعد میگه این حادثه در آمریکا چگونه مورد توجه قرار میگیرد؟ قانون در کجا و چه کاره است؟ آقا همینجا، اولا بهتون اون دفعه گفتم، همینجا تا چند مدت پیش چوبهایی رو میفروختن که طرف بچهشو با اون تنبیه کنه، شوهر زنشو با اون تنبیه کنه. چیزی که از ما نمیدونیم، فکر میکنیم بابا اینجا بهشت برینه، چون به ما گفتن آمریکا بهشت برینه. ممل آمریکایی رفت زندان ولی به ما گفت من آمریکا هستم، ما بلند شدیم دست اساس جمع کردیم اومدیم اینجا. آقا اینجا تا مدت ها قبل دامن خانم‌ها رو اندازه میگرفتن کنار دریا، میگفته برو یه چیزی بلندتر بپوش، دامنت کوتاهه. اینجا خانم‌ها رأی نمیتونستن بدن. ببینیم حالا این ویدیو رو که چگونه. بله همینجا هم هست که یه نفر مثلا ازدواج میکنه، اون دامادش دختره رو میزنه، پدر اون دختره با هفتیر میره میفته به جون داماده، قشنگ شلیک میکنه و پدرش در میاره و میزنه از فلانجا اختش میکنه، ناقصش میکنه. و هست بیان امیدوار باشیم به یه روزی برسیم، به یه جایی برسیم که نه این آزار و اذیت ها باشه، نه این کتک کاری ها باشه، نه این انتقام گرفتن ها. حالا ببینیم انتقام این خانواده از بله طبق معمولم این فیلم رو با چیز گرفتن، با تلفن، و تلفن رو هم عمودی گرفتن به جایی که افقی بگیرن. هر چی ما میگیم این دوستان، البته خب این که دیگه پاکستانی زبان ما رو نمیفهم، دوستان ایرانی زبان ما رو نمیفهمن، حالا دیگه ما میخوام به پاکستانی ها یاد بدیم. بذارید از قبلش بهتون نشون بدم، اون دور توجه کنید، اینجا نگاه کنید، این آقای با چوب داره شیشه های ماشین رو میشکنه، ماشین هم نسبتا نو و مرتبه. من ساکت میشم که صداش رو هم بشنوید. پس اجازه بدید این اسم پاکستان رو بذاریم چرکستان. این فیلم رو هم هر کی خواست امروز و فردا بگه من براش بفرستم، ولی نمیدونم برای چی میخوام. یه احمقی رفته زنش رو زده، حالا 10 تا احمق دیگه دارن اونو میزنن. حالا این درست میشه؟ این میره خونه زنه رو میکشه، یا این که برمیگرده تک تک گیرتون میاره یه جوری. پاکستان، حالا اینا خیلی پاک بودن، جدا شدن از هندوستان و کشور چرکستان. آها این عکس خانمم اینه، اتفاقا یه خانم ایرانی هست اینجا، چند مدت پیش خبرنگارم هست، یه عکس اینجوری انداخته بود و نوشته بود که اومدن و زدنش و اینها، بعد نفهمیدم ماجرا چی شد. ببینید این آقایی که اینجوری با چوب افتاده بودن به جونش، ببینید چجوری این خانم رو زده. خب میدونید چشم یه جای حساسی، این با اصلا سر مغز، حالا بماند که همه اعضاء بدن حساس هستن اینها، ولی این عکس بود. در اصل ممنونم از این دوستمون. و پلیس نروژ وسیله‌ای بمب مانند را با انفجار
کنترل شده از بین برد. انفجار کنترل شده که میدونی مثلا یه ربات یه آدم آهنی رو میفرستن اون اونجا یه چیزی منفجر میکنه که این منفجر بشه و اینها و میک شور میکنن مطمئن میشن که اون انقدر مردم ازش دور هستن که اگر این که منفجر میشه مثلا تا شعاع 30 متری 100 متری رو خراب میکنه کسی تو اون منطقه نباشه. بذارید ببینیم اصل خبر چی بوده و اون ماجرای سوئد و اون کامیونم اون شخص مظنون رو گیر آوردن، گویا حالا یا توی اون کامیونه یا توی ماشین دیگه یه مقداری وسایل بمب و این چیزا هم بوده. من براتون این رو از روی خودش بخونم که شما هم ببینید. اگر بنده وقت کلمه ای رو اشتباه میگم جا به جا میگم خودتون درستش رو ببینید و مسئولیت ما کمتر بشه. پلیس نروژ وسیله بمب مانند را با انفجار کنترل شده از بین برد. بی بی سی گفت یا نوشت پلیس در نروژ میگوید که آنها پس از یافتن شیئی شبیه بمب در اسلو پایتخت آن را با یک انفجار کنترل شده از بین بردند. بر اساس گزارش ها یک مظنون در رابطه با این حادثه بازداشت شده است. همزمان گزارشی شده است که از زمان حمله روز جمعه 7 آوریل در سوئد پلیس نروژ در اسلو و دیگر شهرهای این کشور سلاح گرم هم می کند. در حمله روز جمعه در استکهلم سوئد 4 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. این حمله در میانه یکی از خیابانهای شلوغ شهر که بیشتر محل تجمع و گذر عابران پیاده است انجام شده و در جریان آن یک کامیون با زیر گرفتن عابران پیاده به داخل یک فروشگاه رانده شد. کامیونی که در حمله مورد استفاده قرار گرفت از مقابل یک رستوران در منطقه دزدیده شده بود و راننده آن بعد از حمله فرار کرد. فرد مظنون از روز جمعه و بعد از آن بازداشت شد که پلیس عکسی غیر واضح از او را که دوربین‌های امنیتی ثبت کرده بودند منتشر کرد. پلیس تایید کرده است که مردی با مشخصات فردی که در عکس دیده می‌شود در ببخشید در ماشنا در 40 کیلومتری شمال استکهلم بازداشت شده است. پلیس فرد دومی را هم بازداشت کرده ولی هنوز گفته نشده که آیا او به این حمله ربط داشته است یا نه. جرعه آب نوشیدم که بلکه این گلودرد الحمدلله حالا خیلی بهتر شده بعد از این آنتیبیوتیک و اون نمیدونم این هیلر و اون چیزا استروید که دادن. البته خودشون گفتن تا 2 ماه ممکنه این داشته باشه. ماجرای این اروپا و کشورهای اسکاندیناوی و اینها بعضی ها میگن دیگه آزادی بیش از حدی که اونجا دادن این به اصطلاح حملات پلیسی و اینها رو با خودش آورده. و اما شازده رضا پهلوی خواستار انقلاب در ایران شد. دیگه اصلا آدم از گریه خندش میگیره. کسی که می‌نویسه نافرمانی مدنی، کسی که نمیدونم می‌نویسه با باد صلح آرامش نمیدونم چیزا عوض میشه، نمیدونم مش مزخرفی کیم می‌نویسه کتابا رو به اسم هی چاپ میکنن، این بدبختای شاه اللهی هم هی میخرن هی به همدیگه هم میفروشن. بمانه آقا شازده از موقعی که ترامپ اومده دم در آورده. من نمیدونم این ماجرای دم در آورده از کجا میاد. فکر کنم حیوانایی که میترسن مثل سگ چون دمشون رو وسط پاشون قایم میکنن وقتی که نمیترسن دمشون میاد بیرون یا حتی دمشون میاد بالا طرف میگه این دم در آورده. مطمئن نیستم، اگه میدونید بگید. حالا که نمیدونم این مسئله از کجا اومده بذارید براتون کتاب ضرب المثل ها رو بخونم از خانم سیمین حبیبیان 1001 مثل فارسی انگلیسی و بهتون بگم که صفحه چند هستیم. صفحه 48 میگه انگار از دماغ فیل افتاده. انگور خوب نصیب شغال میشود. من شنیده بودم سیب سرخ برای دست چلاق خوبه، اینجا نوشتن انگور خوب نصیب شغال میشود. بعد نوشته که اوزوم و انگور، حالا اینجا نمیدونم یعنی چی. اول اندیشه وانگهی گفتار. بعد نوشته اول چاه را بکند بعد منار را بدوز. ای کاش که
دوستان ایرانی این کار رو انجام میدن، چون دیدیم بعضی هاشون منار رو دوزیدن، حالا تو بغلشونه، اینجوری اینجوری دارن تو خیابون راه میرن دنبال چا. و اما پرژن هریتیج هم رسید به دست ما و ممنونیم از آقای دکتر احکامی که هم به انگلیسی هم به فارسی بذارینم براتون پاره کنم. ببخشید که اگر یکم سر صدا میکنه، اینا خیلی کارشون درسته، اینو تو بسته پلاستیک میذارن که اگر به اصطلاح توی حمل و نقل یکم اشکال پیدا شد، خود مجله، خود نشریه اشکالی پیش نیاد براش. Persian Heritage یا میراث ایران، اینا روی وبسایت هم اگه بخواید براتون کپیشو میفرستن، یا اگه بخواید میتونید آبونه بشید و بگیرید ازشون. اینم از این ماجرا. بریم سراغ خبرهای بعدی. این دوستمون باز از خلیج فارس نوشته که بعد از جنگ آمریکا با کره، جنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد ارتش آمریکا منصوب شد، یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در جهان را مورد مطالعه قرار میداد. من این رو درباره حتی هواپیماهای آلمانی و خلبانانشون که بمبارون کرده بودن جای مختلف دنیا رو و بعد بعضی هاشون اسیر شده بودن، شنیده بودم که یک کمپی درست کرده بودن که به اینا نه آزار نه اذیت، خیلی هم با احترام بهشون رفتار میکردن، فقط فیلم یا عکسای جاهایی رو که اینها بمبارون کرده بودن اینا رو به خودشون نشون میدادن و هر روز میدیدن که یکی دوتا از اینا میمیرن یا خودکشی، نمیدونم، البته این نوشته خودکشی نمیکنه. در صورت داستانها در طی زمان عوض میشه. حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکایی در کره در اردوگاهی زندانی شده بودند که از همه استانداردهای بین المللی برخوردار بود. این زندان همه امکاناتی که باید یک زندان طبق قوانین بین المللی برای رفاه زندانیان داشته باشد را دارا بود. این زندان با تعریف متعارف تقریبا محصور نبود و حتی امکان فرار نیز تا حدی وجود داشت. آب، غذا و امکانات به وفور یافت می شد. در آن از هیچ یک از تکنیک های متداول شکنجه استفاده نمی شد. اما این دوست ما آقای بیژن کی بود باهایی؟ فامیلیش یادم رفت. اما بیشترین آمار مرگ زندانیان در این اردوگاه گزارش شده بود. عجیب این که زندانیان به مرگ طبیعی می مردن. با اینکه حتی امکانات فرار وجود داشت اما زندانیان فرار نمی کردن. بسیاری از آنها شب می خوابیدن و صبح دیگر بیدار نمی شدن. آنهایی که مانده بودند احترام درجات نظامی را میان خودشان و نسبت به هموطنان خودشان که مافوق آنها بودند رعایت نمی کردن و در عوض عموماً با زندانبانان خود طرح دوستی می ریختن. دلیل این رویداد سالها مورد مطالعه قرار گرفت و ویلیام مایر نتیجه تحقیقات خود را به این شرح ارائه کرد. در این اردوگاه فقط نامه‌هایی که حاوی خبرهای بد بود را به دست زندانیان می‌رساندیم و نامه‌های مثبت و امیدبخش و خوشحالی را تحویلشان نمی‌دادیم. هر روز از زندانیان می‌خواستند در مقابل جمع خاطره یکی از مواردی که به دوستان خود خیانت کرده‌اند، این سازمان مجاهدین، یا می‌توانستند خدمتی بکنند و نکردند را تعریف کنند. هر کسی که جاسوسی سایر زندانیان را می کرد سیگار جایزه می گرفت، اما کسی که در موردش جاسوسی شده بود و معلوم شده بود خلافی کرده هیچ نوع تنبیهی نمی شد. در این شرایط همه به جاسوسی برای دریافت جایزه که خطری هم برای دوستشان نداشت عادت کرده بودند. تحقیقات نشان داد که این سه تکنیک در کنار هم سربازان را به نقطه مرگ رسانده است، چرا که با دریافت خبرهای منتخب فقط توی پرانتز فقط منفی امید از بین می رود. با جاسوسی عزت نفس زندانیان تخریب می شود و خود را انسانی پست می یافتند. با تعریف خیانتها اعتبار آنها نزد همگروهی ها از بین می رفت و این هر سه برای یافتن انگیزه زندگی و مرگ برای پایان یافتن انگیزه زندگی و مرگ‌های خاموش کافی بود. این سبک شکنجه خاموش نامیده می‌شود.
خب اینا امروز یاد گرفتیم، شنیده بودیم قبلا که شکنجه سفید دارن، حالا دیگه ازدواج سفید هست توی ایران. شکنجه سفید اونی که میگن شکنجه فیزیکی نیست، ولی با همین کارا روی روح و روان و پخش صداها و اینها شما رو به اصطلاح شکنجه میدن. حالا میگه نتیجه، اگر این روزها فقط خبرهای بد میشنویم، اگر هیچ کدام به فکر عزت نفس ما نباشیم و اگر همگی در فکر زدن پنبه همدیگر هستیم، به سندروم شکنجه خاموش مبتلا شده ایم. این روزها همه خبرهای بد را فقط به گوش ما میرسانند و ما هم استقبال میکنیم. دلار گران شده است، طلا گران شده است، کار نیست، مدرسه ای آتش گرفت، زورگیری در ملأ عام. این روزها هیچ کس به فکر عزت نفس ما نیست. شما چطور فکر میکنید؟ ما ایرانی ها دزدیم، ما ایرانی ها همه کارمان اشتباه است، ما ایرانی ها هیچی نیستیم، ما ایرانی ها از زیر کار در میریم، ما هیچ پیشرفتی نکردیم، ما ایرانی ها هیچ هنری نداریم، ما ایرانی ها آدم حسابی نداریم، ما ایرانی ها هر عیبی که یک انسان میتواند داشته باشد را داریم. توی همین محیط های مجازی چقدر با دلیل و بی دلیل به خودمان بد میگوییم و لذت میبریم، به خودمان فحش میدمیم و کیف میکنیم و میخندیم، اقوام مختلف ایرانی را مسخره میکنیم و همه با هم کل ایران را، بزرگان علمی، هنری، ادبی و دینی کشور خودمان را وسیله خنده و تفریح کرده ایم و هیچ کس هم نباید فکر کند اینها نقشه است. این همان جنگ نرم است. این روزها همه در فکر زیر آب زدن بقیه هستند. شما چطور؟ این روزها همه احساس میکنند در زندانی بدون دیوار دوران بی پایان محکومیت خود را میگذرانند. شما چطور؟ این روزها همه شبیه زندانیان جنگ آمریکا و کره منتظر مرگ خاموش هستند. شما چطور؟ بیاییم از خواندن و شنیدن اخبار منفی فاصله بگیریم و تا میتوانیم به خود و اطرافیانمان امید بدهیم، احترام بگذاریم و در هر شرایطی شاد زندگی کنیم و با انتشار این مطلب در حفظ و ارتقاء سطح بهداشت روانی جامعه سهیم باشیم. اتفاق خوبی در راه است. ممنون از دوستی که این رو ارسال کرد. یه جوری هم در رابطه با نوشته آقای آریانپور این هم صحت داشت. بله، این قسمت دوم و آخر رژیم بعدی رو برام فرستادن که نوشتن کمتر از 22 دقیقه است و میگم من میخواستم، معمولا این کار میکنم، این دوتا رو میارم بعد اون عکس یا ویدیوی رو میذارم که میگیم پیام مردم در تلویزیون مردم. چیزی که از فرمت اینها M4A هست، ما معمولا MP3 داریم، WMV داریم، MP4 داریم، ولی این M4A یا سیستمیه که ایشون با کامپیوتری ضبط میکنه یا سیستمیه که هر دستگاهی داره توی این فرمت هست. این ماجرای فرمت یعنی مثل این که پیچا رو دیدید، یه پیچایی درست میکنن، شما اون توی ایران میگفتن آچار مغزی، اینجا بهش میگن الن رنج، بعضیا الم میگن چون مثل ال 6 سوه. بعد دیدن اینم نشد، یه آچار دیگه درست کردن، یه پیچی درست کردن سرش مثل ستاره. شما باید آچار مخصوص ستاره رو داشته باشی در این ماشین و اینا معمولا اینجوریه. بعد اون پیچ معمولی صاف، پیچ نمیدونم 4 سو که اینجا میگن فلت و میگن فلیپ و اینها، هی همینجوری بگیر و برو. این فرمت تو کار کامپیوتر اینه. هر کمپانی یه کاری میکنه که شما مجبور بشید از دستگاه‌های خود اون استفاده کنید. در صورت امروز سعی میکنم این 22 دقیقه رو پخش کنم، ولی اگر نشد حتما چهارشنبه براتون این کار رو انجام میدم. بازم ممنون و متشکر از این دوستمون که امروز این دفعه که برای من زودتر فرستادن ما حتی نرسیم درست شد. یک دیکلمه ای رو آقای علی زرابی فرستاده و برای دوستان هم فرستاده، بالاش نوشتن باید شنید. از این خطایی که بغل اینه بذار بهتون نشون بدم، نشون میده که این رو آقای زرابی ننوشتن که باید شنید. معمولا دوستان چون کپی میکنن میفرستن، نگاه کنید اینا هم شما یاد بگیرید میبینید، مثلا یه ایمیلی براتون میاد میبینید 20 تا از این خطه بغل همه،
این نشون میده که چند بار هی فوروارد شده، یه دوستی فوروارد کرده به یکی دیگه، اون فوروارد کرده به یکی دیگه، حالا آقای علی زرابی فوروارد کردن برای ما. فوروارد رو به فارسی چی بگیم؟ انتقال دادن برای ما. بفرمایید گوش کنیم با. زمان رفت و زان آدم از چند رنگ، به هر جای گردون نهادن چنگ. خرد خفتگان ره به صحرا زدند، به خاک بیابان شناور شدند. چو با سوسمار و ملخ زد نشان، چنین قوم نامیده شد تازیان. و زان سوی قومی دگر بی نظیر، عزیز و نجیب و شریف و دلیر، به گلخانه این فلک پا گشود. خب دوستان، اینا چون نوشته بودن باید شنید، ما امر اینها رو رعایت کردیم و اطاعت کردیم و شنیدیم. میگم آقایون خانما، چه چیز تازه‌ای به غیر از نجات پرستی توی این پیام بود؟ عرب تازیه و از آن جا یک قومی بود که اصلا نگو، بوی عطرش از همون اول توی چه چیز جدیدی تو این بود؟ و من با دیدن این ویدیو که 4 تا عکس رو گذاشتن و یه آقای حالا فکر کرده خیلی هم قشنگ دیکلمه میکنه، نشسته وقت گذاشته، من شنونده یا بیننده چه کار باید انجام بدم؟ که تازه باید شنید، میگم آقا این مزخرفا رو بریزید دور. ای کاش خمینی هم کامپیوتر داشت، ای کاش خمینی هم تلفن دستی داشت، هی تلگرام جی جی جی، هر آشغالی براش میمد میفوزد برای دیگران، بعدم ظهر میشد میرم نماز میخوام، شب میشد میرم نماز میخوام، بعدشم میخوابید. همین کاری که شماها دارین میکنید، همین کاری که من میکنم. تازه به دیگران هم میگیم باید شنید، حتما تا آخرش رو نگاه کن. حالا نگاه که مثلا آخرش هم مثل توی دیگه هیچ اتفاقی نمیفته. البته ممنونم دوستان یکی یکی دارن با من هم عقیده میشن، همین سن بله سوربی درست گفته و ما موافقیم باهاش. اگه موافقید باید فرستادن این آشغالا رو کم کنیم. حتی دیگه الان جوک شده، طرف میگه که فیسبوک یک گزینه گذاشته که دیگه شما لازم نیست یه چیزی رو ببینی، زحمت کشی برای دوستات بفرستی، هر آشغالی برای تو میاد این آشغال برای دوستات هم میره. صحبت از فیسبوک شد. دوستان چند تا از شما حاضر هستید ماهی 12 دلار بدید که فیسبوک استفاده کنید؟ این سعید که تو کارهای کامپیوتر هست و اینها برای من نوشت حاضری ماهی 12 دلار بدی؟ گفتم من حاضرم ماهی 30 دلار بدم به فیسبوک، به این وسیله اونایی که حاضر نیستن پول بدن برن بیرون. یک. دوم، اونایی که توی لیست من هستن بذارم من برای همهشون پیام بفرستم. اگه 13,000 نفر هستن به من نگه شما لیمیت داری 50 نفر. خب آقا این 50 تا من باید 10 بار 10 تا 50 تا بفرستم؟ 10 تا 50 تا چیه؟ 100 تا 50 تا برای 5,000 بفرستم، 5,000 نفر. بعد 100 تا اگه 2 دقیقه هم بینش حساب کنین، 100 تا 2 دقیقه میشه 200 دقیقه، 200 دقیقه میشه 3 ساعت خورده. تازه وقتی هم این کارو بکنم بعد بلاک کنی منو بگی خیلی استفاده کردی. بله من حاضرم ماهی 30 دلار بدم. بعد که خوندم ایمیل این دوستمون رو بعدش اومده بود، دیدم میگه که فیسبوک از هر نفر از ما 12 دلار داره میسازه. باورتون میشه یه آقای جوونی قرار بیاد رئیس جمهورم بشه، منتظر باشید سال 2020 مایک سوگر سامتین، اینم قرار بیاد. خب بذارید ببینیم چی میگه. که پس از نگاه به سقف، بنابر گفته کسانی که در جلسه مصاحبه شاه و فرد، اون خانم مینا واحدی که نه سواد داری فقط نوشتی که نظر بدیم، شما وقتی نوشتی شاه دیپلم نداشت به فهم ما توهین کردی. نه احمق، بهت گفتم فکر میکنی میفهمی، نمیفهمی و نمیدونی و نمیخوای بدونی، برو یاد بگی. قلقلکت دادم که بری دنبالش و از خودت سوال کنی چرا این سوربی میگه این دیپلم نداشت، چرا سرهنگ عقیلی پور میگه دیپلم نداشت، چرا تیمسار آریان پور میگه این شاه دیپلم نداشت. و توی احمق مینا واحدی میای مینویسی که شماها مسلمونی. میگم آخه احمق، این حرفی که این طرف نوشته گذاشته اینجا با گفته های شاه، با گریه فره، با خانم باربارا والتر، چه کاری به من داره؟ و من خیلی مسلمونم، من اولین
مجری تلویزیونم که آمدم قشنگ جلو چیز نشستم، آبجوم آوردم خوردم، گفتم بابا همتون میخورین چرا قایم میکنید؟ طرف سیگار میکشید، داشت کم کم میمرد، میگم من جلو بابام سیگار نمیکشم. خب تو داری به خودت دروغ میگی بابات. بابات که هم روز اول که تو سیگار میکشی اون میفهمه، مگر اینکه بابای خنگی داشته باشه. پس داری به خودت دروغ میگی، آدم دروغگوی هست. بمانه اون فیلمه رو که اونجا میذاریم، بعد یه دوستی میاد اینجوری مینویسه: بنابر گفته کسانی که در جلسه مصاحبه باربارا والتر شاه فرح حضور داشتن، فرح پس از آن که نگاه به سقف میکند که گریه هاش نیاد پایین، با همه اینها گریه میکنه. شاه عصبانی شده و میرود. باربارا والتر در جای شاه نشسته و او را در آغوش گرفته، فرح را در آغوش گرفته و آرام میکند. حاضرین از کاخ و فیلمبرداران و همراهان باربارا مبهوت در جای خود خوش شده بودند و نمیدانستند چه بکنند. این نشان میدهد که شاه خود را عقل کل تصور میکرده و هیچ شخصی را در سطح خیش نمیدانسته. یکی از اشتباههای مغزی همه انسانها. در سال 1975 خبرنگار آمریکایی قبل از مصاحبه در کاخ نیاوران به شاه گفت: هنگام آمدن به حضورتان با تعدادی از کارمندان مشاور شما ملاقات کردم، آنان را انسانهای دانا و مطلع یافتم. شاه سخن خبرنگار را قطع کرد و گفت: هرگز به مشورتهایشان گوش نمیدهم. حالا شما هی بگو این دیپلم داشت. آقا دیپلم نداشت، دکترا داشت. نباید کسی احمق باشه که خبرنگاری که میاد بهش میگه بابا اینایی که دور برتن خیلی میفهمن، حالا خبرنگارم کی بوده که مش چاپلوس رو گفته اینا خیلی میفهمن، تو بگو که بله من اینا رو به خاطر دانششون اینجا جمع کردم. اگه میفهمید 57 سال همه اون الله زنجیق، من الحمدلله همیشه از این الله زنجیق بدم میمده، هیچ وقتم شما ندیدی من نه انگشتر دستم باشه، نه ساعت دستم باشه، نه انگلاه و زنجیر انداخته باشم یا فروهر انداخته باشم. اینا چیه؟ من اولاغم این چیزا رو بنوزم به گردن خودم یا بزن زنگوله بزن به خودم. بمانه شاه سخنش قطع کرده و گفته من هیچ وقت از مشورتاشون احتمال. بعد این دوستمون که داره 16 سال رو مغز و بدن و اینها کار میکنه تغییر میکنه، نوشته نفهمی در مغز است که نمیفهمد که نمیفهمد. هر وقت انسان دانست که نمیفهمد و نمیداند، آن وقت روشن فکر میشود. خانم مینا، خانم واحدی، امروز شما فهمیدی که نمیدونی راجع به شاه، برو بخون تاریخشو بخون، زنگ بزن به آقای دکتر ناصر انقطاع بگو آقا شما که هی از این چیزاش میگی، آقای سیاوش آذری که هی میگی من رفتم آنتن جیپو درست کردم که صدای شاه پخش بشه، این شاه که سواد نداشت که. ببین اونها چی میگن تو دوره‌ای که میگه آقا فلانی فلان سال از فلان مدرسه فارغ التحصیل شد، اینم کتاب مدرسه. اینا که مثل من و شما نبودن عشقشون این باشه که از مدرسه در بیرین، آخر سال کتاب دارن، عکساشونو میزنن، رقص میذارن، کتاباشونو میفروشن، همه دانش آموزان کتابشونو دارن. کتاب شاه کجاست؟ شاهی که وصیت‌نامه سیاسی شعور نداشت بنویسه، وصیت‌نامه شخصیش این فرای پهلوی برداشته انگولک کرده. برید بابا خفه بشین. هویدا قرار بود از سیستم بگوید. به قول ابراهیم یزدی، از سیستمی که 13 سال صدر اعظم دوران طلاییش بود. او میخواست برملا کند تمام آن دورانی که چشم دنیا به اقتدار ایران بود. او میخواست بگوید آقای ابراهیم یزدی، شما از کجا میدونی هویدا قرار بوده چی بگه؟ شما که سر به نیستش کردین نذاشتین حرف بزنه. شاید این قرار بود بیاد بگه یکی یکیتون پول میگرفتید، حقوق میگرفتید از ساواک. از کجا شما میدونید قرار بوده هویدا اینو بگه؟ بله یه جایی نوشته بود 13 سال خودکار، وقتی من اومدم 5000 بوده خودکار بیک، بعد از نخست وزیری منم 5000 بوده. اون وقت خود شاه اللهی تو نامه هاشو نوشتن یک ماشین یا یک خونه قیمتش نمیدونم تو 5 سال دو برابر شده، از 100000 تومان شده بوده 200000 تومان. میگیم بابا ما قسم حضرت عباس تونه قبول کنیم یا دم خروس تونه که از توی دماغ از توی
زیر قبقباتون و عباتون زده بیرون، هیچی از توی دماغ و چشمتون اومده بیرون. دروغ میگید و چون دروغ میگید کم حافظه هستید. یادتون میره که خودتون همین لحظه گفتید اینجوری، بهتون گفتم این سناتور اینجا اومده بود تو تلویزیون میگفت که نه ما با روسیه تماس نگرفتیم بگیم با سوریه میخوایم حمله کنیم. یک دقیقه نشد 30 ثانیه بعدش گفت البته به روسیه گفتیم که افرادشون از اون محل ببرن. خب پدر سوخته، تو بهشون میگه افراد از این محل ببرن یعنی چی؟ میخوای بیای گود بای پارتی بذاری؟ میخوای بیای بمب بندازی دیگه؟ به اینا میگی ببرید که اینا کشته نشن، خشتکتون رو بکشن رو سرتون. خوشتون میاد از تفسیر خبر به این صورت؟ اگر روسی افرادش کشته بشن به دست ترامپ، خشتک ترامپ رو میکشن رو سرش. این خلاصه خبره آقای چالنگی. این میای خبر تفسیر خبر، خبر که تفسیر نداره. بمب افتاد اونجا اینجوری. حالا شما بیا بگو که چرا اینجوری شد، چرا دولت آمریکا خبر میده به روسیه که ما میخوام به سوریه حمله کنیم. فعلا میگن آقا دیگه بشار اسد انقدر احمق نیست که تو این شرایط، وقتی که دو روز قبلش گفتن ما با بشار اسد کاری نداریم، مردم تعیین میکنن، و خودش بیاد بمب بندازه که بیان چی میگن چوب بکنه تو زنبور، تو خونه زنبور، تو گندوی زنبور اصل. نمیخون. بله او قرار بود بگوید ملتی که خیان کنار خیابان قاب میانداخت و شپش از سر رویش بالا میرفت چگونه شد که به آنجا رسید که بدون ویزا به 72 کشور دنیا سفر میکرد. خجالت بکشید اینقدر هی به مردم میگید شپش از سر روتون بالا میرفت و فلانی بساری. یه فیلمی ساختن اینجا خانم شوره آقداشلو هم توش بازی میکنه. الان رفتن بلغارستان و اینها درست کردن فیلم به نام سپتمبرز آف شیراز، مال همون ماهای اول انقلاب. ولی انقدر این فیلم رو بد و ضعیف ساختن با وجودی که دو سه تا هنرپیشه خوب توش بازی میکنه، یکی این خانم سلما هایک، یکی اون آقای آدریان برادی و خانم شوره آقداشلو هم الحمدلله ایرانی ها نقش تروریست، نقش کلفت خونه، نقش اینا را اینجا بازی میکنن، خیلی هم خوشحاله. بله خانم شوره آقداشلو نقش اینجا بهش میگن هاوس میکر، هاوس میکر هم کلفت هایی که تو خونه زندگی میکردن، در اصل اون بازی میکنه که پسرش انقلابی شده، حالا برای صاحب خونه که کلیمی هستن، جواهر فروش هستن، میان نمیدونن خونه شون اینجا میکنن، میان میگیرنش اینا. ولی انقدر این فیلم ضعیف ساخته شده، صداش بده و اینها، آدم میمونه. بعد اون احمقی که این فیلمو ساخته، آقا تو که میای این فیلم زندان این خمینی اینا رو نشون میدی، بالاش می‌نویسی ندامتگاه بازداشتگاه تهران، این خمینی روز اول اومد که زندان نساخت، زندانای خود شماها رو استفاده کرد. اگه وضعیت زندان اینجوریه، اگه اون آقا یه انگشت نداره، دستش انگشتش ساواک بریده، حالا شده شکنجهگر، شما اینو نمیتونی اینجوری نشون بدی. بیننده چشم داره، عقل داره، هوش داره، گوش داره، نگاه میکنه بعد خاموش میکنه، میگه چیه؟ بله درسته، اول انقلاب خیلی از این کمیته‌ها، خیلی از این پاسدارا، خیلی چیزایی بود. اون موقع هنوز پاسداری جا نیفتاد، کمیته بود. اول انقلاب کمیته بود. بعد جهاد سازندگی، بعد اون یکی دیگه چیه؟ بسیج و فلان اینها. ولی اینا رو چقدر به نظم و ترتیب درست کردن. موقعی که مردم تو شور و هیجان انقلاب بودن، اینا قشنگ کاراشون انجام میدن. از این که بعد دزدی میکنن، وقتی میرن یه جایی خونه رو مصادره میکنن، همه چی رو صورت جلسه نمیکنن، تحویل نمیدن. تازه خونه رو که مصادره میکردن کی میومد داخلش؟ همین آخونده. خیلی هاشون رفتن تو خونه های مصادره شده زندگی میکردن. همین آقای انصاری رفته بوده خونه باباشو بگیره، گفته بودن با اتومه مدت فلانی زندگی میکرده، بعد فروختن رفتن فلان. اون بدبختی که خرده اصلا گفته آقا من چیکاره هستم. اینجوری دست به دستش میکنن، مثل پولشویی اینا این کارا رو میکنن. که طرف میگه آقای انصاری رفته ایران خونه باباش گرفته، قسم میخوره میگه والا بلا ما نگرفتیم، برید ببینید کی داره توی زندگی. بله اینو ما میدونیم. همینجا وقتی عراق حمله شد، وقتی میگم همینجا یعنی سیستم آمریکا، وقتی حمله کردن به عراق، ریختن تو کاخا، فکر کردین هر سرباز بدبخت دهاتی آمریکایی که رفت اونجا چیزای اینا رو ور نداشت، چیزایی که باید متعلق به موزه است، یعنی حتی صدام حسین هم از مردمش دزدیده بوده تو قصر نگه می‌داشته، اینا باید تو موزه باشه.
بردن داغون کردن زدن، هزار سال دیگه هم ساخته نمیشه. اینو ما میدونیم. اگه شما همه منظورت این بود که تو فیلم اینو نشون بدی، خب چیزی بهمون گفتی که میدونستی. ولی اون ساختمونا رو اینجوری نشون میدی، اون زندانا رو اینجوری نشون میدی، این زندانها سیاهچالها رو که خمینی شب نساخت شاه ساخت، زندان اوین شاه ساخت، ولی اینا میتونستن وقتی میان اینو تبدیل کنن به یه موزه زندانی. الان کی بود یکی از چیزای انتخاباتیش گفته بود که ما زندانیای سیاسی رو تا یه مقدارشون آزاد میکنیم. آقا چرا تا یه مقداری؟ همشون باید آزاد بشن. اینا جرم و جنه و نمیدونم چی یکی دیگه اون میگن کیفیک کیفار کیفیت یادم رفت بس کفایت، ولی برای جرم و برای آدم کشی و اینها هست کیفری. اینا رو که انجام نداده نظرشو گفته، حالا چون نظرشو گفته شما بهش میگی که بی برو زندان دیگه نظرتو نگ. اینم از در همین رابطه نظر و گفتن و فلان اینا، من براتون یه فیلمی که 2 سال پیش ساخته شد اجازه بهش ندادن، بعد آقای جعفر پناهی این فیلم رو بدون سینما و اینها بدون اجازه روی اینترنت و اینها پخش کرد. ببینید جعفر پناهی میاد به عنوان یه راننده تاکسی میره تو تهران راننده تاکسی میکنه و داستانهای مختلفی. اون موقعی که من این فیلم رو ندیده بودم همه میگفتن این آقای جعفر اندرکاور، یعنی با لباس مبدل، مثلا من سوربی هستم میام یه عینک آفتابی میزنم و یه ریشی میذارم فلان اینا، به جای مثلا فلانی میرم یه جایی که نشناسن منم. ولی وقتی با خودت با لباس خودت میری طرف میاد میشینه میشناسد شما جعفر پناهی هستی، اندرکاور نبوده. و اون چیزی که ما شنیدیم اصلا این نبود، گفتن مسافرای معمولی. خانم نسترن کی اصلا؟ اون وکیله یا هنرپیشه که توش میبینید، هنرپیشه تو فیلمای دیگه دیدیم، ولی فیلمه رو که میبینید آخرش هم نوشته این آقای جعفر پناهی نوشته که ما به خاطر شرایط این فیلم و وزارت ارشاد و اجازه و اینها حتی نمیتونیم اسامی دوستانی که در تهیه این فیلم کمک کردن بنویسیم، ولی ازشون ممنونیم. هم اونا میدونن کی هستن، هم ما میدونیم اونا کی هستن، هم شمای بیننده دیگه حدس میزنید که اینا یه گروه هن، یکیش مال صداست، یکی مال نوره، یکیش مال رفت آمد و تدارکاته، یکیش نمیدونم مال هنرپیشه و هست و اینها. خلاصه این فیلمه به دیدنش میارزه. و اما امروز بعد از برنامه من این 22 3 دقیقه برنامه این دوستمون رو میذارم، بعد از اون ویدیوی آقای سهراب چمنارا که با رادیو ایران مصاحبه کرده با آقای رضا گوهرزاد اونو براتون میذارم، بعد از اون فیلم تاکسی اینجام نوشتم سوربی، بعدش این دوستمون از خلیج فارس، بعدش آقای چمنارا، بعدش تاکسی، بعدش قانون آوا، بعدش دکتر افشارها، بعدش هم یه چند تا فیلم از ترامپ این و ویدیو آقای انصاری هم تا روز چهارشنبه همینجا هست، هم روی فیسبوک که دیگه تا موقعی که فیسبوک نگه داره خواهد موند. و اما این ماجرای هویدا، من 2 بار با داداش ایشون با آقای فریدون هویدا صحبت کردم، حالش خوب نبود که قبل از فوتش اینا حالش خوب نبود که بیاد مصاحبه کنه، ولی میگفت که من به همون اندازه که از این رژیم آخوندا شاکی هستم و شکایت قانونی کردم، به همون اندازم از رژیم شاه شاکی هستم و شکایت قانونی کردم. چیزی که هست شکایت قانونی شما از یه دولتی که به جایی نمیرسه، حالا یه دولتی هم که بعدم شاه مرده، میگه به این دوتا رژیم گفتم به چه دلیلی برادر منو دستگیر کردی، به رژیم دومی هم آخوندا گفتم شما به چه دلیلی داداش منو کشتی، ولی کی جوابگوه؟ خب بریم این فیلم هیتلر رو براتون بذارم. حتما دیدید فیلم چارلی چاپلین که نقش هیتلر رو بازی میکنه. و بذارید اینجا بهتون نشون بدم هیتلر، ببینم میتونم بیارمش تو سیستم براتون. اونجوری وقتی میاد تو سیستم کار ما راحت تر میشه تا اینکه ما عکس صفحه رو ببریم و نشونتون بدیم اینها. بله آمد اینجا، اینو خاموش میکنیم که نپره تاریخ اینا، میریم پلیر 5 بشنوین با هم این هیتلر در ایران. Willst du nach mir holen? Als ich das hin, alle bin ich das nicht hin. Heute
همه سلطان نخشیدی لیسان وقتی تو وقتی سید هایتنای ایخت فرزیم هاینین یشیم دید باق هیلسکا خوخ نشنای ایخیشان هاست یاشین دنشنای نمشتان سلطان آی هیلسکا دخشت آی هیلسکا دکتک را اصلتی چه خبر خونه گذاشی رو سره؟ چی داری میگی با خوده؟ نه داشتم ظرف میشستم جی آواز میخوندم چرا صورت تو سیاه کردی؟ آه این نگه سه ظرف ها اینجوری شده چشم الان زود باش ظرف ها رو بشو جارو رو گذاشتم اینجا بعد بری اتاق اون برای جارو کن بله بله چشم ببخش من دیگه جرم کار میشم حواسم پرت میشه چشم شما بفرمایید راحت باشید خب امروز اگه اشتباه نکنم روز پدره یا روز مرده یه دوست همشهریمون از شیراز نوشته بود روز مرد گفتم والا دیگه آدم این روزا خجالت میکشه بگن مردم ماشاءالله خانم ها اینقدر در تمام کارها پیشرفته تر هستن و میخواین همه با هم روز مرد رو به شاه تبریک بگیم برادر من جناب سوربی بله انشالله وقتی که بله خیلی ممنون یکی از دوستان در سفره و نوشته که وقتی که برگردم در این باره با شما صحبت خواهم کرد مرسی متشکر و آقای مهدی ذوالفقاری هم ممنونم که خبرها رو میفرستن من این خبرها رو نگه میدارم که اگه یه جایی برنامه یه جوری کم آوردم برم سراغ این خبرها ولی ماشاءالله انقدر ما خبرهای مختلف و بدبختی های گوناگون داریم که کم نمیاریم و اما یه شعری هست من این رو براتون میخونم میگه روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست بذارید من اینجوری بهتون نشون بدم که شما هم ببینید ببینید من مثلا این الان به شما اینجا نشون میدم خب این درست کاریه که اون دوستانم یه ویدیو درست کنم برای این اون میفرستن ولی میگن باید شنید باید دید آقا همش اینه یه مش آدم بیکاری حالا این شعره مال یه آدم درست حسابی آخرش خودش اسمشو گفته ولی یه مش آدم یادم یه داور میگفت که من از این نقاش و هنرمند و فلان اینا از این شاعرها از همه بیشتر بدم میاد گفتم چرا گو اینا دیگه هیچ کاری نمیکنن نقاشه حداقل میره یه رنگی میخره میره یه قابی درست میکنه میره یه بومی درست میکنه روش میکشه اینا هیچ مزخرف مینویسه بعد بود خط میزنه دوباره مینویسه بعد مردمم باید بشینن مزخرف گوش کنن روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست پرسید زان میانه یکی کودک یتیم کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست نزدیک رفت پیرزنی گوش پشت و گفت این اشک دیده منو خون دل شماست ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است این گرد سالهاست که با گله آشناست آن پارسا من اینو متوجه نشدم آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است یا این خرد و ملک من نمیدونم درست آن پادشاه که مال رعیت خورد یا خورد گداست بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست پروین به کجروان سخن از راستی چه سود کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست این خیلی قشنگ آخرش پروین به کجروان سخن از راستی چه سود اشتباهی خوندم اول گفتم کجروان سخن پروین اعتصامی به خودش هی میزنه پروین به کجروان سخن از راستی چه سود کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست میگم بابا این دوستمون نیه خانم خودش میگه شاه کم شانس بود توی زن گرفتن بعد پسرخاله فرح میاد از خبیث بودن فرح میگه با همه اینا چون حرف راسته رنجیده میشه میگه من از این آدم بیشرم بدم میاد میگم خانم من 16 سال این آقا رو میشناسم یه نفر پیدا نشده بیاد بگه این جمله‌ای که این میگه دروغه این که میگه آقای جوادی فلان دروغه این که میگه آقای قطبی دروغه این که میگه رضا پهلوی پول به مردم نمیداد گریه میکردن دروغه
ولی بله خیلی ها گفتن مرچور قیافش ببره، نمک خورده، نمک دون شکسته. بله میان میگه احمقا، نمک مال خداست و من به غیر از خدا به هیچ کس بدهکار نیستم. پروین به دوره آخوندان نرسید، اگه رسیده بود حتما برای عبا و عمام اینا هم این گوهر روی تاج یه شعر میگفت، اونم شعری بهتر. ببینیم این دوستمون چی میگه. و یه دوستی نوشته که آقای صوبی، من وقتی که کامنت میذارم یا نظر مینویسم الان دو سه هفته از پاک میشه. برایش نوشتم که آقا نظرت بی خوده، ما مینویسیم طرف پول داده گذاشته اینجا که نمیدونم شاه دموکرات نبود، مخصوصا برای خانم ها. اولا شما که خانم نیستی، شما که آقایی فعلا چی میگن زبون به دهن بگی چی نگو، بذار خانم ها بیان نظر بدن. بعدم شما میای راجع به چی دیگه میگی. بعدم بله وقتی ما اینو مینویسیم میگی بله ربط داره. این برنامه جادجودی رو دوستان نگاه کنید، میاد میگه که شاهد داری، میگه نه، ولی پلیس به من میگه ببین، پلیس میاد اینجا میگه نه، میگه وقتی نیست میشه هیرسی. هیرسی یعنی حدیث، شما نمیتونی حدیث رو نقل قول. بعد بعضی از اینا زرنگن میگن که اوکی من اینجوری نمیگم، I was told، میگه آقا اینم همونه. حالا دوست عزیز شما بعد از 20 سال که من با شما دارم سر کله میزنم، شما به من میگی که من اون ویدیوی کوتاه رو دیدم، آمدم درباره آقا ویدیوی دموکراسی تو سر من بخوره. شما بیا اون ویدیوی کوتاهی رو که دیدی، رفتار این پادشاه در رابطه با زنان، رفت در رابطه با زن خودش که کردتش نایب السلطنه صحبت کن. بنویس بله همین اشتباه ها رو کرد که به این روز افتاد، همین جوری آبرو فرح رو برد جلو باربارا والتر که فرح هم آبرو اینو تو دنیا برد. خب وقت ببین کی پاکش میکنه. ولی شما میای یه چیز مزخرفی مینویسی، به خیال خودت هم مربوطه. چون اگه به خیال خودت مربوط بود، من میگم آقا کسی که آدم میکشه فکر میکنه داره کار درستی انجام میده، کسی که مسیر رانندگی میکنه فکر کنه کار درستی انجام میده. ولی نگاه که از نظر همه ماها این کار غلطه، کاری هم که شما میکنی غلطه. آقا طرف دانشمندیه، میاد زیر صفحه من میگم آقای فلانی، در دیگه اسمش نمیگم، این کاری که شما میکنی این دزدیه. بابا ما نوشتیم در این رابطه نظر شما چیست، بیا نظرتو بگو، نه که بیا نمیدونم اینجا بگو فلان برنامه من ساعت فلان شروع میشه. به من چه؟ حالا میخوام ببینم این دوست اون چی نوشته. نوشته همسر ترامپ مادر تیفانی شنبه شب در ایتالیا در یک برنامه تلویزیونی رقص با ستاره ها شرکت کرده و یا به رقصنده و یا یه رقصنده مرد ایتالیایی بسیار زیبا رقصید. همسر سابق ترامپ از همسر کنونیش جوانتره. خیلی ممنون. اولا شما بگو چرا این اسم رو انتخاب کردی، چرا عکس نمیذاری، چرا قانون فیسبوک زیر پا میذاری؟ نکنید والا بلا، این درست نیست. بماند این کسی که مثل ترامپ میره یه زن جوان میگیره، اصلا دوست دارم اینایی که میرن زن جوان میگیرن بیان تعریف کنم ببینم فلسفه و چیزشون چیه، منطقشون، اونم زنایی که اینقدر اختلاف دارن چیه. بله شما پول داری، این زنم کشته و عاشق و پوله، گفته با بگیم من چرا من این مدل باشم لخت بشم این برون بر اسکورت بوده این خانم، میام دیگه با این حالا دیگه هر کوفتیه دیگه، حداقل وقتی زنش میشم دیگه هر شب با این و اون نیستم، اینم که دیگه حالی نداره، یه ماه یه بار بعد کلا مونده اونجا، اینه مونده اینجا، خدا میدونه چقدر چند بار. اون فلسفه اون خانمه درسته، ولی این احمقه که میره زنی که میگیره 30 سال از خودش جوان تر، 30 چند سال از خودش تر، فلسفش چیه؟ فلسفش چیه؟ چون من پول دارم با این زن جوونه، اصلا چون تو پول داری که میتونی هر روز با یه زن جوان باشی، ولی نمیان صحبت کنه. و هستم خیلی از ایرانی ها اینجا زن گرین کارتی آمریکایی داشته، بعد طلاق داده بلند شده رفته دختر خانم ایرانی رو آورده، دختر خانم هم اینجا مدرسه رفته گرین کارت گرفته، تو همون ایام مدرسه یه دوست پیدا کرده بهش گفته صبر کن گرین کارت هم درست بشه اینو میندازیم فلان میان سراغتون. یکی هم نیستن، زیاد هستن، ولی نمیان از خجالتشون نمیان صحبت کنن، نمیان بگن که چهار تا دیگه هم تو این چاه نیفتن. تازگی برعکس شده،
شنیدم خانم های ایرانی که وضع پولیشون خوبه میان با آقایون یا با پسرهای خیلی جوان ازدواج میکنن یا اونها رو میخرن، گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. چنین است رسم سراوی دروش، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. بله. خب 3:25 دقیقه است، گلوی ما هم کم کم داره. آها، این دوستمون اون روز نصیحت میکرد که آقا مخصوصا الان که بدنت ضعیف شده یه مقداری به خودت استراحت بده، اینقدر حرف نزن، فکر کنم این خسته شده از حرف زدن من. و بله، نوشتن و جواب دادن همینجور ادامه داره. آقای رامین کامران یه چی می‌نویسه، اون دوستمون پاسخش میده و اینها، و ای کاش همه اینها بیان اینها رو به صورت دیجیتال یا به صورت آدیو یا به صورت ویدیو روی این دنیای مجازی. این کلمه مجازی چون فارسی چون معنی دروغ رو میده، فکر نمی‌کنم به عنوان این سایبر اسپیس و فلان اینا باید استفاده کنیم، ولی استفاده میکنه. و وقتی ما میگیم مجازی شما میفهمین منظور همینه که من بگم شما بفهمین. و سلام، اگه یادتون باشه از موقعی که این پاپ فرانسیس اومده، من همیشه گفتم که این پاپ فرانسیس از همه این پاپ، این پدر روحانی چی بزرگ اسقف اعظم کاتولیکا، این بدتر و پدر سوخته تره. بعضیا ایراد میگیرن آقا چجوری این حرفو میزنی، این آقا گفته گیا گی باشن، این آقا گفته نمیدونم چی خانوما بیان بشن، بگید چی بهش میگن، بیان بشن همین اسقف اعظم فلان اینها. گفتم آخه یکم اگه فکر کنید میفهمید که موقعی که گند کلیساها بالا اومده بود، از اون بر صدای تجاوز اینها به این بچه‌هایی که دارن شمع میگیرن میبرن میان، از اون بر صدای تجاوز و این تعداد بچه‌هایی که سقط شده بود توی توالت ها و توی یار توی حیات و اینها، خاک کرده بودن پشت این کلیساها، و تجاوز به اون زنها، خواهر روحانی بهشون میگن، خواهرای مقدس و فلان اینها، همه داشت، همه که نه، بالاخره همیشه یه مشتی نادانی پیدا میشن که به اینا آویزون باشن. موقعی که مردم معمولی هم داشتن آگاه میشدن و از اینا فاصله بگیرن، این آقا رو از تو جیبشون مثل ورق، مثل آس، دیدید این قمارازای آس قایم میکنن توی آسینشون، وقتی میخوان ازش استفاده میکنن. این آس برنده کلیسا بود، و الا این آدم اگه آدم خوبیه، حالا که اومده رفته اونجا میدونه اینها اینقدر طلا از زمان جنگ جهانی اول و دوم از مردم دنیا دزدیدن، میدونه اینها این واتیکان، این شهر کوچیک، این ثروت بی حد و حصر رو داره، چرا برای مردم فقیر دنیا یه کاری نمیکنه؟ حالا این بچه رو هم گرفتی ماچ کرد، یا نمیدونم پای فلانی رو هم گرفتی شست، که چه فایده ای داره؟ بله، Catholic Church sued for selling babies via forced adoption for profit. میدونید که سیستم ادابشن و اینها، ماجرای اون شیر خورشید ایران، اون پرورشگاه ها که بچه ها رو میذاشتن اونجا، اینا یه سری مقدار زیادیش تحت کنترل کلیساها هست. از همه این کلیساها بدتر این کاتولیکا هستن. کاتولیکا اون مسیحی های اولی هستن که عوض نشدن، و میگن کاتولیکا اگه خیلی بیری عقب میشه، همون جودی که آمد خود جیزس رو هم حتی لو داد و کشتن و فلان اینها. اگه کسی درباره این ادیان هم میخواد بیشتر صحبت کنه، ما خوشحال میشیم برنامه هاشو بفرسه و یکی دو بار مهمون ما باشه، بعدش خودش یاری کنه. این ماجرای مهمون بودن، من بارها گفتم تلویزیون مردم یک ماشینه، سوربی یک راننده بسیار خوبی است، نه گواهینامش باطل شده هیچ وقت، نه تیکت گرفته. شما اگه میخوای بری به مقصدت برسی، میبینی این ماشین سوار میشی میرسی، باید بنزینش رو لطف کنی از جیب مبارک پرداخت کنی. هیتلر رو نشون دادم، ماجرای اون فیلم سپتامبر آف شیراز رو براتون گفتم، به نظر من فیلم بسیار ضعیفی بود، و صدای دوستمون از کشورهای عربی خلیج فارس رو براتون پخش میکنم، ویدیوی آقای چمناراتون نوبته، فیلم تاکسی جعفر پناهی پخش میکنم، و اما ماز جبرانی چقدر خوب آدم بنویسه، و الا یادم میرفت و شرمنده میشدم بین این دوستانی که به اصطلاح باید آگهیشون رو ما اینجا
پخش کنیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم آگهی داشته باشید. آقای ماز جبرانی 15 که همین شنبه میشه، امروز چندم؟ امروز دهمه، دهم، 11 12 14 15 شنبه ساعت 7 شب و 9 نیم شب در این منطقه واشنگتن در یکی از سالن‌های بسیار زیبا که لندمارک واشنگتنه، کندی سنتر، و بیاین اونجا ببینید این کندی سنتر رو چقدر قشنگ و زیبا ساختن. سعی کنید زودتر بیاین قبل این برنامه‌های اصلی، تو همون هال، تو همون هالوی، تو اون سالن ورودیش برنامه‌ای هست که باور کنید بعضی وقتا مثلا تیکتش 400 دلاره ولی شما اونجا مجانی می‌بینید. The Kennedy Center presents Netflix comedy special taping. میگه که کندی سنتر تقدیم میکنه یه برنامه‌ای رو که نتفلیکس هم میخواد ضبط کنه. این هفت شب و نه و نیم شب روز 15 دو سانس یا دو برنامه داره. این پایین نوشته، این مهریک زده آقای ماز جبرانی، مازیار جبرانی، ایمیگرانت، ایمیگرانت هم یعنی مهاجرین. و بله، اصلا به پرنده هم وقتی از اینجا میپره میرن کانادا میگن مایگریت کرده، کسی نمیگه اینا رو تبعید کردن. وقت ما چون سواد سیاسی نداریم میگیم وقتی خوب آخوندان منو تبعید، آقا آخوند منو تبعید نکرد، من به دو دلیل در رفتم، یکی ترسو هستم، یکی میخواستم زندگی بهتری داشته باشم. شما به چه دلیل در رفت؟ شما آخوند بهت گفت چون فعالیت سیاسی کردی ما میفرستیمت آمریکا؟ اگه اینجوری بود که همه ایران میرفتن فعالیت سیاسی میکردن که بیان آمریکا، پس دروغ میگی، این کلمه رو هم بلد نیستی. عذر میخوام. امان از نادانی. آها، این نشنال چری بلاسم هم حاضر شد، ولی بذارید براتون توی برنامه ها بذارم، پلیر 4 اینجاست و این یه روزی رو معین میکنن. خب چون از قبل معین میکنن، بعد معمولا اگه هوا گرم باشه و این شکوفه ها زودتر بیان بیرون و باید بارون بزنه یا یه دفعه یخبندون بشه از بین برن، این روزه به هم میریزه، ولی اینا کار خودشون انجام میدن. اون برنامه رژه خودشون اینها رو انجام میدن. رژه ها اینجوریه، مثلا این خانمه این نمایش میده، بعدش یه سری موتور سوار میان، از سوار میان، حتی خب بسی دیگه. حالا اجازه بدیم چون اگه زیاد اینو نشون بدیم بعد یوتیوب یقین رو میگیره. این فیلمه رو هم میذارم داخل همون فیلم های ترامپ و اون هیتلر و تاکسی و آقای چمنارا و آقای افشارها و آقای انصاری و سوربی و ارشاد و آوا، و شما هم اگر ویدیویی داشته باشید. ما جبرانی رو گفتیم و خط کشیدیم. ستار 6 می میاد. خب اینم آقای ستار دیگه، حالا نمیتونیم بگیم خواننده سنگینیه، خواننده خوبیه. چی بگیم؟ بله، شب نشینی با ستار. خیلی از شما ها سوال کردید که شامم هست. معمولا برنامه‌ای که بعد از 9 شروع میشه دیگه طرف شامش خورده، از این معمولتر اینه که کسی که میخواد بره بیرون شام نمیخوره که بره اونجا بخواب خور پف کنه، خیلی لایت یه ساندویجی 2-3 لقمه میخوره میره، که اونجا میخواد احتمالاً مشروب بخوره یا میخواد یه چیزایی نوشت. این بوفه ای هم که نوشتن بوفه احتمالاً همون اردوز و اینها، بله اینجا هم نوشتن اردوز، این کلب اسپل اردوز خیلی جالبه، میدونید که اچش خونده نمیشه. بله نوشته که تیکت اینکلود اردوز، سافت درینک، تی، کافی اند پرژن سویت، و شیرینی. اردوز رو میخورید و برنامه رو گوش میدید و لذت میبرید، بعدم چایی و شیرینی که مستی از سرتون بپره و رانندگی کنید برید اونجا. من به احتمال 99% هر دوی این برنامه ها هستم، برنامه ما جبرانی این هفته شنبه و برنامه آقای ستار May 6. خیلی خوشحالم، اول قرار بود May 14 باشه، من May 14 نیستم، توی پنسیلوانیا هستم، وقتی شد May 6 هستم. خب این هم از این. امروز دیدم که تو چیزای شهرام و همایون توی پستاش
نوشتن آقای شهرام همایون از بس اون قرصایی که تبلیغ کردی خوردی سرطان گرفتی. بابا اینقدر ظالم نباشید. شاید این بنده خدا اگه اون قرصا رو نمیخورد 3 سال پیش اصلا میمرد و متوجه نمیشد. شاید اون قرصا رو خورده بدنش قوی بوده و اینها و بمانه. بله، یکی از دوستان نوشتی که این 16 کمک خوبی است برای جمهوری اسلامی تا با ترساندن از این مترسک محدودیت مردم را بیشتر کند. درست همین طرف که با لولوی تروریست ها هر روز آزادی مردم را سلب می کنند، این 16 مدتی پیش از مردم خواسته بود تا در روز معینی مردم بیرون بیایند، حتی یک نفر هم بیرون نیامد. ولی خدا را چه دیدی؟ مگر پدر و پدر بزرگش را دولت های بزرگ شاه نکردند؟ مگر مردمی در کار بود؟ ولی این یادش باشه که همون دولت‌های بزرگ پدر بزرگت و پدرت رو هم از شاهی برداشتن. من بارها گفتم، همه جا یه بار دیگه هم اینجا میگم، من باید خیلی احمق باشم که اگه یه کسی اومد به من گفت آقا میخوای بیا بشی پادشاه ایران، رئیس جمهور ایران، بگم آقا چی بیام؟ من میگم برو آقا، مگه دیوانه ای؟ اون رضا شاه چه بلایی به سرش اومد؟ اون محمد رضا شاه چه بلایی به سرش اومد؟ این پسرش در به در چه بلایی به سرش اومد؟ من دارم برای خودم زندگی میکنم، آزاد میگردم، دیوانه هستم برم بشم رئیس جمهور ایران یا شاه ایران؟ همینجور بترسم که کی میخوام بزنن؟ خب بس دیگه، ساعت 3:36 هست. این دوتا پیام دوستمون رو براتون پخش میکنم. فقط اجازه بدید من این ویدیو رو بیارم اینجا که نشد بره رو اون برنامه و صداشم از خود دستگاه براتون پخش کنم، با هم بشنویم از یکایک شما که با تلویزیون مردم هستید، بودید، ممنونم، امیدوارم بازم باشید، ممنون میشم بیشتر اگر حمایت هم بکنید. سال نو آمد، سال نو مسیحی، سال نو مسلمونی، هرچی بگید ایرانی، حمایت فراموش نشه. بریم پلیر 4. من باهاتون خداحافظی میکنم، به امید دیدارتون روز چهارشنبه. گفتم به احتمال 90% آقای رضا پیرامون با ما خواهند بود. آقای رضا پیرامون الان مدت هاست توی ترکیه زندگی میکنه و ایشون یه مقداری اون مشکل تایمینگ و اینها داره که مثلا اینجا 3 بعد از ظهر توی اروپا کیه، توی ایران کیه. گفتم اینجا 3، توی ایران، توی اروپا 9، احتمالاً توی ترکیه میشه 10:30. حالا ببینیم میشه یا نمیشه. شد شد، نشد نشد، ولش کن. روز و روزگارتون خوش. بریم این فیلم رو، این صداها رو با هم بشنویم. نظرتون رو راجع به این صحبتای دوستمون حتما بنویسید، یا با ایمیل، یا بگید با تلفن، یا روی فیسبوک. مرسی، به امید دیدار. تندرستی شما را خواهانم و با سلام سخن امروز را آغاز می کنم. اصل عبارتی را در 2 جا به این معنی خواندم: سخن گفتن با روشن فکران و چچگویان وقت ضایع کردن است. با بنده های ساده لوح سخن گو، آنان را به خیابان بفرست و هدفهایت را اجرا کن. این عبارت در کتاب خاطرات هتلر آمده و آقای خمینی همواره نوشته و لفظاً تکرار کردند و چچگویان را غرب زده نامیدند. یعنی هر کسی اعتراضی را به طرز سؤال مطرح کرد، جنجال آفرین و غیر قابل تحمل از طرف مقام رهبری است. از نقطه نظر حکمفرمایی این روش و یا واقعیت کاملاً درست و صحیح می باشد. نباید رفتار حکمفرما یا شاه و رهبر را زیر سؤال برد. عقل انسان معمولی و حکمفرما قادر به تشخیص هیچ مسئله‌ای نیست که خارج از چارچوب معیارهای مغزیش مطرح می شود. هر رأی مخالف و ناشناخته را بدون مطالعه و یا بررسی ناپسند و غیر قابل قبول می داند. بندگان اعلی حضرت و مقام معظم اعتراض می کنند، اما حکمفرما تبعید و سر می برد. برای روشن شدن درک مغز اجازه دهید مثالی عرض کنم. کسی که زبان چینی نمی داند
آیا از شنیدن آهنگ‌های اصیل چینی لذت می‌برد؟ حالا در نظر بگیرید که بیش از 1 میلیارد انسان آن آهنگ‌ها را می‌شنوند و بخشی از خود می‌دانند. آیا چینی‌ها بی‌ذوق یا نفهمند؟ چرا شما نمی‌پسندید؟ مگر عقل ندارید؟ عقل انسان مانند رایانه و یا کامپیوتر است. فقط آنچه را در آن ذخیره شده درک و احساس کرده و با آن می جوشد و عکس‌العمل نشان می دهد. هیچ شخصی و یا نیرویی نمی تواند بدون دو پایه بر گروهی از مردم مسلط شود. اولی همان نیروی فیزیکی است که در شکل پلیس و ارتش و نیروهای امنیتی می باشد و دومی نیروی عقیدتی است که در خلوت و تنهایی هم بر مغز مردم خوب فرمایی می کند. بیاد داشته باشید که گماشتگان این دو نیرو در تمام دوران تاریخ انسان با لباس یونیفرم و شکل مخصوص خیش در برابر عموم ظاهر شدند و مشخص بودنشان هدفی نیست مگر ترساندن آفریدگان. نیروی فیزیکی هویداست، اما نیروی عقیدتی درست مثل برنامه ایست که در کامپیوتر برای استفاده از سیستم ذخیره شده. این برنامه ذخیره شده هنگام فعالیت بر ما ظاهر نمی شود، اما در شعور درونی فعالیت ما را محدود و در اختیار دارد. صاحبان عقیده هر که باشند درباره اهمیت و برحق بودن عقیدشان سخن می گویند و آن را بهترین قلمداد می کنند. از گروه های افراطی مذهبی گرفته تا آنان که بیدین و دستچپی و بیدین هستند، همه این روش و طرز اندیشه را دارند. شاه اللهی های امروز یکی از نمونه ها می باشند. حال من مبتلا به چه کدام را انتخاب و یا کدام دین و یا عقیده و روش را باور و قبول کنم؟ اجازه دهید بخشی از اسلام را زیر ذره بین ببرم. اسلام بیشتر از دینهای دیگر علمی و عقلی است و تاریخ نوشتهش به واقعیت و آنچه رخ داده نزدیکتر از تمام دینها است. خرافات در اسلام هم خیلی کمتر از دینهای دیگر است. در مغزها اندوختن که پیامبر اسلام این طور و آن طور بود. اگر محمد ابن عبدالله پیامبری با آن صفتهای عالی عقیدهی بسیار خوب و غیر قابل انکار مطرح کرده بود، چرا خیشان اهل شهر و قبیله خودش در مکه به مدت 11 سال با او بدرفتاری کرده؟ چرا پس از مهاجرت و فقط با کشیدن شمشیرهای دو قبیله اوس و خزرج و جنگ و فتح مکه توانست عقیدهش را منتشر و برپا کند؟ اگر عقیدهش غیر قابل انکار بود، چرا بعد از وفاتش مردم اطراف مکه و دیگر جاهای حجاز دین محمد را پایان یافته دانسته و ترک اسلام و عقیده های گذشتشان بازگشتند؟ آن ابوبکر خلیفه اول بود که در عرض مدت 3 سال خلافتش در 500 حمله و با کشت و کشتار مرتدها آنها را به اسلام بازگرداند. اگر عقیده خیلی سودمند و روشن و پیروی از آن دستوری مسلم بود، چرا مردم همانجا یعنی حجاز که دین از خودشان و در میانشان و به زبانشان نازل شده بود مرتد گشته و از اسلام دست کشیدند؟ آیا کنترل مغز باید حتما زور برایش به کار برد؟ در آغاز بله، بعد مردم که عموماً خواهان اندیشیدن و زحمتش نیستند به آنچه در مغزشان ذخیره شده عادت می‌کنند و با ایمان به آن از قبول هر رأی دیگر امتناع می‌ورزند. محمد ابن عبدالله در آن صحرای خشک محصولی نداشت که به مریدانش انعام نقدی دهد. از این رو بعد از وفاتش مرتد شدند. خلیفه دوم عمر ابن خطاب این حقیقت را درک کرد، طرحی عملی اجرا و فتح‌های اسلامی را پایه نهاد. پیروان را به جای نبرد با یکدیگر جهت غارت
با نام جهاد به طرف شمال که حاضر خیز بود فرستاد و دو وعده مردم پسند داد. گفت با جهاد یکی از دو خوبی ها نصیبتان می گردد، یا به شهادت رسیده و بهشت می روید و یا با غنیمه های جنگی ثروتمند می شوید. آنها حمله کرده و با زر و زیور و اسیران سفید پوست، غلام و معشوقه به صحرا بازگشتند و یا در جاهای فتح شده خوش آب و هوا و زیبا رویان و زیبا منظر ماندگار و چپاول بیشتر را به بهانه های حق شرعی خیش قانونی ساختند. در برنامه های آینده بیشتر درباره آنچه تا حال بیان کرده ام شرح خواهم داد. در عربی عبارت معروفی است که گویندهش مشخص نشده، لو دامت لغیرک لما وصلت الیک، یعنی اگر برای کسی دوام می آورد به تو نمی رسید. اگر سیستمی را که انسان بر این کره بنیان نهاده دوام حکم فرمایی جاویدان داشت، اکنون فرعون در مصر، سومری ها در جنوب عراق و مادها در ایران حکم فرمایی می کردند. چه شده که این تغییر و فروپاشی قدرت و از دست دادن سلطنت در تصور و درک حکم فرما نیست؟ خانم فریب دیبا در فیلم از قاهره به تهران می گویند وقتی سر کار بودیم فکر نمی کردیم این بلاها سر ما بیاید. بله، هیچ کس نمی تواند چنین تصوری را داشته باشد. مغز قدرت این تصور را ندارد، مگر انسان جوان علی‌رغم دیدن پدر و مادر پیر خیش می تواند روزهای پیری خود را بتصورد؟ امکان دیگر اندیشی برای مغز انسان خیلی خیلی دشوار است. انسان از مقداری بسیار بسیار کم از حجم، قدرت، امکانات و سلولهای عقلش استفاده می کند. هنوز چیزی یاد نگرفته درباره درست و غلط بودن دیگران فتوا و حکم قطعی صادر می نماید و در همان وقت خود را کامل و درست می داند. یعنی خود با آنچه را در مغزش ذخیره شده ترازو و مقیاس رفتارها و اندیشه ها می داند. بدین علت است که گفتن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، یعنی از دیدن مخالف که در این مثل فرد عاقل است بدش می آید. شخصا یعنی خودم از این محدودیت چارچوب مغزی خارج نیستم. حال اگر این انسان به ریاست رسید بیا و معرکه بار کن. نمونه اش همین رئیس جمهور آمریکاست. مگر در آمریکا آدم فهمیده بهتری نبود که شایسته یه از ریاست مهمترین کشور دنیا باشد؟ گله ها در پشت و روبرویش پس از تلفظ هر عبارتی کف می زدن بدون اینکه بره بودن خیش را درک کنند. اگر این بیفهمان نبودند، چوپانی به نام ترامپ هم نبود. این نفهم بودن و نفهم کردن مسئله عمومی در تمام دوران و جاهاست. اکنون با نام دموکراسی در پیش رفته ترین کشور دنیا انجام و به اجرا در می آید. پس در کشورهای دیگر چه می گذرد؟ باز چه؟ تا کنون در رفتار انسان با حکومت و ریاستش همان سیستم 10,000 سال پیش فرعون مصر قدیم مورد اجراست. هر که به مقام رسید چه از راه کشتن و کشتار و کودتا و انقلاب و انتخابات چوپان مردم است. هر چه بگوید همه کورکورانه تبعیت و انجام می‌دهند، بدون اینکه همراهان و مریدان بنده و بره بودن و بی‌مغزی خیش را درک کنند. اصول بنیانی بشر این بندگی را لازم و قانونی ساخته و دینها آن را وظیفه و واجب کرده اند. مردم ایران تاریخ واقعی نخواندند و به علت رژیم شاه که کتابها و دستگاه‌های دانش و معرفت را کنترل می‌کرد و آنچه را خود می‌پنداشت درست و صحیح و به سود ملت است به خورد همه داد. مانند پیشینیان و دیگران افراد ملت را بنده خود می شمرد.
عموم مردم نادان و به سطوح آمده از رژیم شاه، به اولین کسی که ریشه‌کن شدن رژیم را با جرأت و علناً اعلام نمود بله گفتند. مردم تصور فریبکار بودن ملا را نمی کردند، حقیقت جو هم نبودند، راهنما و انتخاب دیگری هم نداشتند. فهم و شعور دیگر مخالفین شاه بیشتر از مردم نبود، به همین علت همشان به سادگی در تله آخوندها افتادند. آخوندهایی که قدرتشان در منطق تراشی بسیار عالی است، می توانند خیلی ها را با مقدس نمایی خود به سادگی فریب دهند. قرآن را به نرخ روز تفسیر و حلال را حرام و برعکس کنند. روایت بسازند که با تکرار مسلم و حقیقی گشته، همه آن را باورند. برای مثال کتاب بهار الانوار مجلسی را نام می‌برند که قبل از 300 سال نوشته شده و گفته ها و اتفاق های 1100 سال پیش را به نام حدیث و روایت آورده و من باید تمامش را باور کنم و مثل بقیه غیر قابل شک ندانم. در صورت ابراز شک بریدن سرم حلال می شود. هنگام سردبیری اخبار هر روز بیش از 35 روزنامه را در بیروت می خواندم. اخبار محلی همان روز که با حضور شخصی خبرنگار نوشته می شد در هر روزنامه وصف و شرحی مغایر دیگری را داشت. از خود پرسیدم اگر امروز حقیقت یک خبر به شکل‌های گوناگون از طرف خبرگزار منتقل می شود، اخبار و تاریخ گذشته را که برای من پس از قرنها نقل کردند تا چه اندازه حقیقی است؟ هیچ رژیمی پایدار نیست، به خصوص وقتی که فساد، بی‌عدالتی، دروغ بافی در آن منتشر شود. همه رژیم ها یکسان و در همین وضع باشند. مردم شاهدند که چگونه دستگاه های تبلیغاتی، چاپلوسان و اطرافیان رهبر و یا رئیس و شاه با بزرگ جلوه دادنش بلاها بر سر مردم می آورند. در آیه 58 سوره النساء آمده خداوند به شما دستور می دهد که امانت های مردم را به صاحبانش بازگردانید و اگر بر مردم حکم کردید با عدالت حکم کنید. این پند نعمتی خدایی است که گفتار و کردار شما را شنیده و می‌بیند. ترجمه آیه تمام شد. آیایی که دین اسلام را در مظهر عمامه و ریش و قبا در مغزمان ذخیره کرده اند و بر طبق اصول همین دین و قرآنش که غیر قابل بحث است و ادعای پیرویش را می‌کنند، آیا این مدعیان اسلام این دستور و پند نعمت خدا را اجرا می‌کنند؟ در ایران یک قاضی حکم اعدام را در حق متهمی صادر می کند، بعد به او اطلاع می دهند که شخص اعدام شده بیگناه بوده. با خاطری آسوده می گوید اگر این طورت خدا او را به بهشت می برد. یا بنا به اظهارات آقای سنجابی اولین وزیر خارجه ایران بعد از انقلاب و هنگام فرار به پاریس با یک خبرنگار دوست، آقای خمینی به راحتی و بدون بحث لیست اعدامیان دادگاه خونخالی را امضا می کرد. هنگامی که آقای سنجابی به دفاع از یکی از محکومین با امام سخن می گوید، رهبر می فرماید وقتی برگ درخت زرد شد از درخت می افتد. بله، امام با امضا بر لیست آن آفریده های خدا را سر به نیست می کند و در مغز، فکر و نظر و نظر ذخیره ای در شعور درونی خیش کار خود را صحیح و طبق رضای خدا می شمارد. نفس روح‌هایی را قطع می‌کند که قرآن حفظش را واجب دانسته و به سادگی برای کردار خیش منطق تراشی می‌فرمایند. فراموش می‌کنند پیامبر اسلام گفته مجازات کردن یک بیگناه بدتر از نافرجامی در حق هزار گناهکار است. یا آیه 32 از سوره المائده را می‌فراموشند که خداوند می‌فرماید بر بنی اسرائیل حکم کردیم هر کس را که فساد نکرده و یا کسی را نکشته اگر کشته شود مانند این است که تمام مردم را کشته باشد و هر
هر کس آدمی را زنده نگه دارد تمام مردم را زنده کرده است. آیه تمام. آقا آیا همه خلق خدا را نافهم تصور کرده اید؟ حدیث العدل و اساس الملک، عدل اساس حکم فرمایی است، کجا رفت؟ در کجا خدا به شما اجازه داده بهشت و جهنمش را تقسیم کنید؟ مگر زمین باباتونه و شما به ارث بردید؟ آیون ما را بله بره گله خود می دانید که همه چیزمان برایتان حلال است. چی شاه و چه ملا همشان همینطور بوده و هستند و خواهند بود. مالند و مانند گذشتگان وقتی نتوانستند وعده هایشان را به انجام برسانند، وقتی عدالت را در جامعه اجرا نکنند، خواسته و ناخواسته سیستم فاسد و فرسوده و نزدیکترین کس به گروه رهبر بزرگترین درو می شود و با شتاب آز درونی و جهت دست یافتن به مقام کودتا کرده و نامش را انقلاب می دهد. جز نزدیکترین صاحب منصبان به ریاست و رهبری چه کسانی علیه شاه و رئیس یک کشور کودتا کردند؟ پس از کودتا و یا انقلاب و تغییر رژیم و رفتن یک چوپان و آمدن دیگری، با دمیدن امید به مردم همه را گله خود می کند و با خیال بافی بیهوشتر. مردم تنبل و بیفکر و بی اطلاع از تکرار تاریخ عبرت نگرفتند. تصور می کنند رفتن یک شخص و آمدن دیگری تمام خواسته هایشان را برآورده می سازد. بدون فکر و شعور فریاد می زنند دیو چو بیرون رود فرشته در آید. گرایش و دوام تبعیت را بدون برآوردن وعده ها نمی توان پایدار دانست. از این روز که این تغییر در نظام و حکم فرمایی سیستم های جهان یک امر حتمی و تکراری شده، رهبران جدید در هر کجا که باشند با اعلام اصولی دیگر و یا مخالف با نظام گذشته مردم را به سوی خود جلب می کنند. این سیاست در دنیا یکسان است، به نام دموکراسی انتخاب صورت میگیرد. در آمریکا بحث هایی هست که نشان میدهد رؤسای انتخاب شده آن کشور چه کدام و یا چه تعداد از وعده هایشان را انجام میدهند. شعار آقای اوباما را فراموش نکرده ایم که میگفت Yes we can، بله ما میتوانیم. چرا و چه چیز را توانست انجام دهد؟ مردم تشنه به تغییر همه گلوار باور میکنند به امید اینکه فردایشان بهتر شود. مردم ایران پس از چندین دهه از انقلاب و عبادت و رفتن به مسجد و نیایش به این امام و آن امامزاده نیازهایشان برآورده نشده. در شعور درونی خود تغییر اندیشه و تغییر رفتار داده و خواهند داد، هر چند که آن را نمایان نسازند و تقیه یا ریاکاری کنند. رژیم که سردمدارانش از محیط مردم و آرزوها و مشکلهایشان دور شده اند و طاق شنیدن رأی مخالف ندارند و جهت ظاهر سازی به مهم بودن اطراف خود حصار کشیده اند، در دنیای مغزی محدود غرق شده و با فرسودگی در نتیجه بی‌عدالتی با قیام مردم سقوط خواهند کرد. رژیم بعدی ضد دین خواهد بود. رفتن به مسجد گناه و عامل بدبختی و وابستگی شمرده و مجازات می شود. تمام عادتهای دینی با قانون زشت و نابی خردانه می شود و مردم همه در آرزوی آزادی و عدالت به خیال بافی می افتند. گفته های رهبران جدید را باور می کنند، اما باز به خوشبختی و آرزوها یه وعده داده شده نخواهند رسید، زیرا رژیم ضد دین بعدی مانند قبلی در انجام وعده هایش ناتوان است. فقط سردمدارانی جدید با چپاول و غارت پیشینیان و مردم به مال معال می رسند و خوشی را در ثروتمندی و جاویدانی نام خیش تصور می کنند. هزاران مخالف را به دار می آویزند. تهمتشان دیندار بودن خواهد بود، یعنی آدم کشی و سربنیز کردن مخالفین با تهمتهای قابل فروش و رواج زمانه در میان مردم. پس از سفری شدن سالیان مردم از رژیم دور شده و خوشبختی خیالی را در زنده کردن گذشته می‌یابند و با حسرت خوردن و زیبا نمودن تاریخ باستان و با فراموشی تمام بیدادی‌های گذشته و به علت هماغوشی با بیچارگی آرام آرام باز به دین رو می‌آورند.
و خوشبختی را در بهشت و بعد از مرگ خواهان می شوند، بدون اینکه این تغییرها را در شعور درونی خود احساس کنند و یا قدرت بحث و تشخیصش را داشته باشند. بیتوانی آنان را به سوی نیروی غیبی و صاحب زمان می برد که از آسمان آمده و نجاتشان می دهد. این تکرار تاریخ است، همیشه همینطور بوده و هست و خواهد بود، زیرا اساس و پایه ای را که انسان روز اول بر این کره بیگریزی کرده به سود چوپانیست که اقلیتی هستند با تعدادی بسیار بسیار کم. تا هنگام تغییر اصول اقتصادی و اجتماعی پیروی شده بر این کره، این انسان ناخوشبخت همینطور از عقیده‌ای به دیگری می‌غلطد و روزگارش را در ناکامی سپر کرده می‌کند و خواهد کرد. سپاس از وقتی که به من دادید. از طولانی شدن برنامه پوزش می‌خواهم. شادی همیشگی شما را می‌آرزویم.